سلام، خوش اومدید در می گیم شو و ویژه برنامه بررسی عمیق قابلیت بکورد کامپتیبیلیتی بر روی ایکس باکس سریز ایکس با همکاری دیجیتال فندری، که خب می‌خوایم بریم ویدیویی که ریچارد لدبدر از دیجیتال فندری در رابطه با بررسی این قابلیت ساخته رو با هم دیگه ببینیم و خب در همزمان براتون ترجمه فارسی هم بکنم و خب یه جایشی که سوادم جواب میده براتون بیشتر توضیح بدم، یکم ساده‌ترش کنم که قشنگ متوجه بشین. و خب برای اونایی که نمیدونن بکورد کامپتیبیلیتی چیه، یه قابلیتیه که به شما اجازه میده بازی‌های نسل‌های قبل ایکس باکس مثل ایکس باکس اصلی، ایکس باکس 360 و ایکس باکس 1 رو بر روی ایکس باکس سریز ایکس و حالا سریز اس اجرا کنید، با این تفاوت که خب از قدرت سخت افزار بیشتر این کنسول‌ها استفاده کنه و اون بازی‌ها رو با حالت بهتری اجرا بکنه. اما دو تا نکته وجود داره در رابطه با این بررسی که می‌خوام انجام بدیم. یکی این که خب ریچارد لدبدر یه موضوع رو ذکر نمی‌کنه، اونم این که ما چیزی که اینجا قرار ببینیم بازدهی این قابلیت بکورد کامپتیبیلیتی صرفاً بر روی سریز ایکس. خب ما می‌دونیم ایکس باکس نسل بعد دو تا کنسول داره، یه دونه سریز ایکس که قویه، سریز اس که تقریباً یک سوم اون قدرت داره و طبیعتاً این بازدهی که اینجا الان قراره ببینیم روی اون سریز اس نخواهد بود و اون خیلی ضعیف‌تر از این خواهد بود، چون وقتی نگاه می‌کنید به مقایسه می‌کنید سخت افزار رو، شما می‌بینید سریز اکس خب با سریز اس یه سی پی یو داره، سی پی یو مشابه، اما از اینجا به بعد تمام چیزا متفاوته. مثلا جی پی یو پردازنده گرافیکی که خیلی تو این مبحث بکورد کامپتیبیلیتی مهمه، اونور توی سریز اکس ما 52 تا واحد پردازشی داریم، اینور 20 تا واحد پردازشی داریم که در نتیجه به طور فرضی ما رو میرسونه روی سریز اکس به عدد 12.5 ترافلوپس قدرت پردازش گرافیکی، روی سریز اس ما رو میرسونه به 4 ترافلوپس قدرت پردازش گرافیکی که یعنی یک سوم اون. از اون چیزتر، از اون مهمتر رمه، رم که خب روی سریز اکس 16 گیگه، روی سریز اس 10 گیگ، با این تفاوت بسیار که خیلی بهش توجه نمیکنن، اونم این که سریز اکس 10 گیگ از اون 16 گیگش با سرعت 560 گیگابایت در ثانیه کار میکنه و 6 گیگش با سرعت 336 گیگابایت در ثانیه، اما روی سریز اس 10 گیگش با سرعت، یعنی از اون 10 گیگش باز تقسیم بر 2 میشه، 8 گیگش با سرعت 224 گیگابایت در ثانیه کار میکنه و 2 گیگش با سرعت 560 گیگابایت در ثانیه. و اگر دقت کنید به رقم ها متوجه میشید که اون بخش بزرگی از رم سریز اس که 8 گیگ باشه، حتی از بخش کوچک ایکس باکس سریز ایکس که 6 گیگ باشه، سرعتش بسیار پایین‌تره، سرعت انتقال داده‌هاش. و این سرعت انتقال داده‌ها خیلی موضوع مهمیه، چیزی که بسیار به خصوص تو همین بخش بکورد کامپتیبیلیتی بسیار چیز مهمیه. چون ببینید بکورد کامپتیبیلیتی فرق میکنه با ریمستر یا حالا ریمیک که کاملا متفاوت، ولی با ریمستر خیلی متفاوته. ببین بکورد کامپتیبیلیتی اینه که شما همون بازی که دارین رو تا میذارید، این به صورت نرم افزاری میاد یه سری شبیه سازی های انجام میده، ایمولیشن میکنه و از قدرت سخت افزار جدیدتر استفاده میکنه، اون بخش هایی رو که میتونه بهبود بده، که عموما به طور کلی یعنی فقط همین دو تا بخش میتونه تغییر بده، یکی رزولوشن اون چیزه و فریم ریتشه. حالا مثلا یه بازی تو نسل قبل روی ایکس باکس 1 ایکس با به زور 30 فریم تو 4K اجرا میشده، خب الان اومدیم اینجا با یه پردازنده گرافیکی که چه میدونم دو برابر اون قدرت داره، با یه سی پی یو که 4 برابر اون قدرت داره، خب اینا رو میذاریم پشتش و میتونه برسونتش به 60 فریم و 4K، ولی به این معنا نیست که ری تریسینگ بهش اضافه شه. ری تریسینگ بخواد اضافه شه دیگه میره تو اون بخشی که میگن بهش ریمستر. مثلا ما دیدیم سازنده های کنترل گفتن آقا ری تریسینگ میره توی التیمیت ادیشن و اگه بخوای اونو بگیری بعد پول بدید اصلا، چون ما رفتیم کار اضافه بر چیز انجام بدیم. اینجا نه، اینجا چون فقط شما همون بازی که داشتید میزنید روی این در قدرت بیشتر اسپام میکنید و فریم ریتش ثابت تر بهتر میشه، حالا یا رزولوشنش ثابت تر میشه اینا، بنابراین قدرت خام خیلی مهمه، اینکه قدرت خام بیاد پشت اون و اینکه رم که سرعت انتقال داده هاست و جی پی یو که سرعت پردازش داده هاست پایین باشه، قطعاً بازدهی که سریز اس در بکورد کامپتیبیلیتی خواهد داشت با بازدهی سریز ایکس متفاوت خواهد بود. و اینو بدونید اونایی که سریز اس می‌خرن، این اتفاقی قرار بیفته برای شما نیست، این چیزی که برای دارندگان سریز ایکس قرار بیفته، این چیزایی که ما قرار ببینیم از اینجا در ادامه ویدیو بازدهی اونه. حالا باید ببینیم وقتی سریز اس هم اومد آیا میتونه بازدهی نزدیک به این داشته باشه یا نه. قطعاً مثل این نخواهد داشت، چون گفتم خیلی خیلی ضعیف‌تر از اینه و برخلاف تبلیغای خودشون که انجام میدن میگن فقط تنها تفاوتش اینه که اون 4K این نمیدونم 4K اینجور نیست،
به خصوص تو همین بخش چیز، بخش بکورد کامپتیبیلیتی. حالا مایکروسافت خود همین ریچالدبر تو همین ویدیو هم میگه که گفته دارن روی پروژه کار میکنن که یه سری از بازی‌های خاص رو پچ بدن براشون و بیارن بر، یعنی یه جورای ریمسترش کنن، ولی پچی بدن، نه که ریمسترش کنن، پچی بدن که با سخت افزارهای سریز اس و سریز ایکس خیلی چیزتر بشه، مچتر بشه، خیلی آشناتر بشه به این سخت افزارها و بیشترین بازده رو بتونه از اینا بکشه و فقط قدرت خام نباشه، که در بعضی از موارد میتونه تا حتی فریم ریت رو دو برابر بالاتر بره. مثلا ما میبینیم سریز اس نشون دادن که گیرز 5 رو داره با 120 فریم رو حالت بکورد کامپتیبیلیتی اجرا میکنه. به چه معناست؟ پچ دادن روش، یه گروهی رفتن نشستن روش کار کردن و اون بازی رو با این سخت ابزار اپتیمایزش کردن. برابر این چیزایی که ما داریم اینجا می‌بینیم تماما بازی‌هایی هستن که بدون هیچ پچی، بدون هیچ اضافه شونده، هیچی، همون نسخه که بوده رو گذاشتن روی این و داره از فقط قدرت خام استفاده میکنه. خب میگم انتظار نداشته باشیم، بازم میگم سریز اس تمام بازی‌ها رو بتونه، حداقل این چیزایی که اینجا داریم می‌بینیم و بدون پچ محاله بتونه با این کیفیت اجرا کنه. این نکته رو هم گفتم. نکته دومی که میخوام بگم اینه که ویدیویی که قراره ببینید 30 فریمه، یعنی من ویدیومو 30 فریم گذاشتم. علتش اینه که من پی سی که من دارم اونقدر قدرت نداره که هم ویدیو رو 60 فریم ببینم هم 60 فریم ضبط کنم و ویدیو مشکل پیدا میکنه. برای همین از نظر ظاهری شاید تفاوتی بین تصاویر 60 فریم و 30 فریم نبینید، ولی قطعا تفاوت وجود داره. اگه میخواهید ببینید، ببینید تو خود صفحه دیجیتال فرنده، بزنید ویدیو رو 1080p 60 فریم یا حالا 4K 60 فریم، اونجوری میتونید از نظر ظاهری هم تفاوت ببینید. اینجا من بیشتر میخوام همین موضوع صحبت‌های چیزی رو بکنیم، تخصصی رو با هم دیگه بکنیم، اینکه ریچارد داره چی میگه و توضیح بدم مثل موارد براتون و نکاتی که لازم میدونم بهش اضافه کنم. اینم از توضیحات. یادتون نره که اگه تا الان صفحه هرمی گیم شو رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که هر وقت یه ویدیو جدید میذارم بلافاصله ازش باخبر بشید. دیگه بریم شروع کنیم ببینیم این ریچارد چه کرده با بررسی بکورد کامپتیبیلیتی بر روی سریز اکس. خب بریم شروع کنیم. دیجیتال فاندری بله این هم اسپانسرشونه، برای صفحه ما هم تبلیغش کردن. میشه جونش؟ خب بذارید اینجوری بهتون بگم، اگه یه دونه از این چیزا داشتم، شیپور داشتم، از خوشحالی شیپور میزدم. بله یه دونه اکس باکس سریز ایکس هم دارم، یه اکس باکس سریز واقعی کاملا کار میکنه و میتونم روش بازی اجرا کنم. Microsoft says it's not quite final, but I suspect this is a درست که پشتش نوشته پروتوتایپ، یعنی نسخه آزمایشی، ولی میتونم حدس بزنم که قطعا نسخه نهایی هم همین خواهد بود. I've talked in the past about its remarkable construction. من در گذشته گفتم که از کیفیت ساختش خیلی خوشم میاد و عاشقشم. خب حالا که سخت افزار اصلی داریم بریم ببینیم. میگه خب درست که الان ما سخت افزار رو داریم، ولی متاسفانه بازیای نسل بعد نداریم. اما نگران نباشید، فعلا حالا میخوایم بریم بازیای نسل قبل رو ببینیم روی بکورد کامپتیبیلیتی چه جوری کار میکنن. بازیای نسل بعدم بعدا بررسیش میکنیم. One of the key strengths of the Xbox platform is Microsoft's stated aim to allow users to bring their existing Xbox library across to the new consoles. یکی از ویژگی‌های که اکس باکس خیلی روش کار میکنه اینه که میتونه بازی‌های قدیمی رو با ویژگی بهتر اجرا کنه. مثلا ما اون ور نسخه، بذار یه توضیح در ارتباط با این گراف ها و این عدد و رقم هایی که داریم میبینیم بهتون بگم که دیگه از این بعد متوجه بشین. ببین ما الان دو بالا نوشته اکس باکس سریز ایکس، اکس باکس وان ایکس، پس برای این نسخه ها رو از هم جدا کرده. اون عددی که بالا نوشته اون سبز 60 نوشته، اون فریم ریت که رو 60 داره، 60 فریم ریت داره اجرا میشه. اون ور 35 که فریمش 35 داره اجرا میشه. بعد اون چیزایی که پایین داره میره، اون بالای اون قسمتی که سمت چپ اون گراف کوچیکی که داره نشونه فریم تایم، اون میزان نوسان فریم ریت رو داره نشون میده. اگر توجه کنید اون آبیه که مال همون ایکس باکس وان ایکس و 35 فریمه خیلی نوسان داره، در حالی که روی 60 فریم ایکس باکس سریز ایکس که اون عدد سبز باشه، اون خط سبز باشه، ببینید نوسان نداره، یه خط صاف داره میره. پس اون کوچولو نوسان رو نشون میده و خط پایینی هم این که حالا کلی نشون میده دیگه، که مثلا داره الان 60 فریم ثابت ثابت یه مثلا یه کوچولو میره رو خط بالا نچسبیده. بله خب مهم اون چیزه است، عدد بالایی است و خب بعضی وقتا اون حالتایی هم که داره این کپچر میکنه مینویسه. الان ما داریم بازی مانستر هانتر و مانستر هانتر ورلد رو می‌بینیم که روی سریز ایکس 60 فریم داره اجرا میشه و روی ایکس باکس وان ایکس 35 فریم. What Xbox Series X does
Today the embargo lifts on backwards compatibility. امروز امبارگو رو برداشتم و میتونم در رابطه با بکوارد کامپتیبیلیتی باتون صحبت کنم. و خب بهتون نشون بدم که چقدر این قدرتش میتونه بهمون کمک کنه که بهتر اجرا بشن بازی‌ها. You know, in the past some people have said, why bother with such a focus on backcompat? Who's actually using it? Well, for starters, simply as a principle for the sake of preservation, I applaud Microsoft's efforts. میگه خب در گذشته خیلی هم گفتن که به چه درد میخوره بکوارد کامپتیبیلیتی، اصلا وقتی ما نسل قبل بازی کردیم بازی چرا باید ببینیم این کار رو انجام بدیم. میگه خب خودش به شخصه تشویق میکنه مایکروسافت صرفا برای اینکه خب من بازی های نسل قبلم رو میتونم هنوز صاحبشون باشم و اینجوری نباشه که خب اوکی یه نسل تموم شد دیگه بندازم دور اون بازی ها رو، یه جوری گوشه خاک بخوره و اینا، بعدشون نتونم دیگه بازیشون کنم، یا اگه بخوام بازیشون کنم بعد نمیدونم یه کنسول قدیمی رو بیارم بیرون. اینا دارم اضافه میکنم به حرفش که بفهمید چی میگه، که بیارم بیرون و مثلا از دور اجراشون کنم. ولی به طور کلی خودش گفت برای حفظ اون چیزهایی که داشتیم، preservation. And secondly, with the arrival of Game Pass, there's an audience of millions who will have access to a range of titles from across the Xbox generation. و خب از اون گذشته با وجود گیم پاس و خب اون یه گروهی از افراد هستن که خب شاید این بازی‌ها رو تجربه نکرده باشن و حالا میتونن دسترسی داشته باشن به یه کاتالوگ بزرگ از بازی‌هایی که مال تمام این 4 نسل گذشته ایکس باکس 1 360، ایکس باکس 1 و حالا همین سریز ایکس. Therefore, backwards compatibility obviously matters. بنابراین بکوارد کامپتیبیلیتی اهمیت داره. و سریز ایکس هم شما رو نامید نمی‌کنه در این زمینه. And especially Xbox One X, where we've seen OG Xbox and 360 games often perform significantly better compared to original hardware. ببین میگه ما در نسل قبل دیدیم که قابلیت بکوارد کامپتیبیلیتی چقدر بازی ها رو حتی نسبت مثلا به ایکس باکس 360 و او جی ایکس باکس، یعنی ایکس باکس اصلی، چقدر بهتر میکنه. مثلا ببینید روی ایکس باکس 1 ایکس داره فاینال فانتزی 13 رو مقایسه میکنه، ببین روی ایکس باکس 360 چه جوری موهای اون زنه و دختره لایت اسمشه، و اینور ایکس باکس 1 ببین چقدر تر تمیز تر شده. یعنی توی نسل قبل این بکوارد کامپتیبیلیتی بسیار خوبی تونستن ارائه بدن از بازی نسل قبلشون و حالا ادامه. But Series X takes it to the next level. ولی سریز اکس اینو میبردش به یه لول دیگه. و این ویدیو در ارتباط با همین موضوعه. میخوام یه سری بازی‌ها رو بهتون نشون بدم. که نشون بده که Xbox Series X چقدر میتونه تأثیر بذاره توی نحوه اجرای این بازی‌هایی که مال نسل قبلن و چقدر نسبت به Xbox One X بهترشون میکنه. حتی Xbox One X خودشون بازی‌ها رو بهتر میکنه، حالا این چقدر بهتر. این بازی نشون میده خب بازی‌ها که مال Xbox One X هن و حالا Series X اینا رو چقدر بهتر میکنه. And I'll attempt to quantify just how much extra CPU and GPU power you're getting in backwards compatibility mode. و میخوام یه جورایی بهتون تلاش کنم نشون بدم که حالا که دارید CPU و GPU قوی تری به دست میارید روی سریز X چقدر این تاثیر داره و این میزان تاثیر این CPU و GPU بیشتر چقدر بوده، یعنی قدرت خام چقدر نسبت به Xbox One X تاثیر گذاشته روی بازده اون بازی. And yeah, I'll be taking a short look at the role of the SSD too. البته با خیلی خلاصم در رابطه با نقش SSD ها توی لودینگ بازی قطعا میخواد صحبت کنه، چون به هر حال فقط روی بازی بکوارد کامپتیبیلیتی توی بخش لودینگ بازی ها میتونه تاثیر داشته باشه، چون اون بازی ها بر اساس هارد درایو ساخته شدن. دارم اضافه میکنم باز بهش، ولی خب چون SSD توی سریز X بنابراین سرعت لود بازی ها بیشتر میشه و خب یه مقایسه کوچیکم تو اون زمینه میخواد انجام بده. And I'm not going to be making it easy on Series X either. Most of my tests will stack up the new machines against Xbox One X, which at the time I'm filming is still the most powerful games console on the market. میگه و خب نمیخوام این مقایسه رو برای سریز X آسونش کنم. بنابراین میخوام با Xbox One X که در حال حاضر که دارم الان ویدیو رو بررسی میکنم قوی ترین کنسول تاریخ، درست میگه خب الان پلی‌استیشن و ایکس باکس هنوز نمیدن سریز X توی بازار. بنابراین هنوز Xbox One X قوی ترینه و داره میگه با اون مقایسهش میکنم چیزی که تو بازاره. My tests are not representative of the games you'll get on every title though. Let me be clear. میگه ولی این تستایی که من دارم انجام میدم به این معنا نیست که روی تک تک بازی‌ها همین میزان بهبود رو خواهد داشت. شاید بعضی از بازی‌ها کمتر باشه، شاید بعضی از بازی‌ها بهتر باشه. فقط این چیزایی که اینجا می‌بینید و مطمئن مثلا آیفون فانتزی رو از 30 می‌کنه 60 شما وقت بخریدش همین میشه. ولی نه اینکه مثلا چه می‌دونم یه بازی تو ذهن خودتونه فکر کنید آره اونم 30 می‌کنه 60. In the short term at least, if a game hits its frame rate target on existing hardware, the improvement you'll see
on Series X will be limited. میگه خلاصش بخوام بکنم، مثلا اگه بازی شما دارید روی ایکس باکس وان ایکس که خوب داره اجرا میشه روی ایکس باکس وان ایکس و اون هدفش که مثلا هدف یه بازی مثل کال آف دیوتی اینه که بازی رو 60 فریم 1080p یا 60 فریم 4K اجرا کنه، اوکی اگه روی ایکس باکس وان ایکس همون 60 فریم 1080p خوب میتونه اجراش کنه، الان اینجا روی ایکس باکس سریز ایکس هم همون 60 فریم 1080p اجراش میشه، چون اون بازی لاکت شده فریم ریتش، دارم اضافه میکنم بهش، بازی فریم ریتش قفله روی اون قضیه و بیش از اون نمیره به خاطر دلایلی که خب بعضی وقتا زیادی بالا رفتن فریم ریت فقط همینطور بالا بره مهم نیست، مهم اینه که یه چیز ثابت باشه، بنابراین بازی ها رو میرسونه به اون بهترین حالتی که قرار بوده باشن، نه اینکه فراتر از اون چیزی که مثلا باشه، مثلا نمیتونه چه میدونم یه بازی مثل همین آن چیه بود اسمش خدا گفتم همین فاینال فانتزی رو حتی اگه قدرتش رو هم داشته باشه نمیتونه بکنتش مثلا 120 فریم، چون اون بازی ساخته شده که نهایتاً 60 فریم باشه، حالا روی ایکس باکس وان ایکس به خاطر سخت افزارش این 60 فریم ثابت نموده، ولی روی سریز ایکس 60 فریم ثابت میشه به خاطر که قدرت بیشتره. I say in the short term because Microsoft is teasing a feature that will double frame rate on selected old games. Emphasis on selected. Emphasis on selected. ببین میگه این که میگم توی short term یعنی تو دوران کوتاه یعنی فعلا اینجوریه، ولی ما فعلا همین چیزی که براتون توضیح دادم قبلش، ولی مایکروسافت صحبتایی داره کرده با ما که یه قابلیتی رو میخواد اثبات کنه که میتونه بعضی از بازی‌های emphasis on selected games، یعنی میگه با تاکید برای اینکه رو به بعضی از بازی‌های خاص پچ میدیم و اون بازی‌ها بهبود میبینیم پیدا میکنه تا جایی که فریم ریتش دوبل بشه، یعنی مثلا مثل گیرز از 60 فریم بپره روی 120 فریم. But yeah, short of running the game at max resolution, you'll likely tell little difference between Doom Eternal here running on Xbox One X or on Xbox Series X. میگه و خب همین باعث میشه که خب چون ما تو نسل قبل بازی‌هایی که روی 4K نیتیو اجرا بشن تعدادشون بسیار پایین بوده، شما خیلی نمیتونید تفاوتشون بین این و ایکس باکس سریز ایکس بگین، این داره روی سریز ایکس 4K اجرا میشه، روی ایکس باکس وان ایکس هم 4K اجرا میشه و الان spoilers I'm running it on series X. مثلا اسپویلر اینجاست که من دارم اینو الان روی سریز ایکس اجراش میکنم، خب ولی چون این 4K روی ایکس باکس وان ایکس هم 4K بوده، شما از بود تفاوت رزولوشن هیچ تفاوتی نخواهید دید، فریم ریتش شاید ثابت تر بشه، ولی خب این بازی اینجوری نبود که خب آره سریز ایکس قدرتش بیشتره بکنیمش 8K، نمیشه، بازیه فقط همون چیزی که براش تعریف شده، حالا اگه یه پچ براش بدن که باز کنن برسه به اون عدد احتمال داره. But there are other titles like Call of Duty Modern Warfare 2019 that are different. This game targets 60 frames per second but it doesn't quite hit that. Back compat on Series X will essentially clean up the performance problems, and as this game uses dynamic resolution scaling, it'll likely do it at full 4K too. خب ولی مثلا یه تایتلای داریم مثل کال آف دیوتی مودرن وارفر که خب هدفش این بوده که 60 فریم اجرا بشه، ولی روی ایکس باکس وان ایکس می‌بینید که نوسان زیاد داره و مثلا اومده رو 51، خب روی سریز ایکس این مشکل فریم ریتش حل میشه و روی 60 ثابت میشه، یک خط سبز ثابت داره می‌بینید. از طرفی چون بازی رزولوشنش ثابت نبوده بلکه حالت داینامیک داشته، یعنی چی داینامیک؟ یعنی اینکه رزولوشن بازی بر اساس اون صحنه که داره می‌بینه برای اینکه فریم ریت رو بالای 50 مثلا نگه داره هی کم و زیاد میشده و هی تصویر مثلا تار میشده اینا، ولی خب حالا که قدرت سریز ایکس اومده پشتش میتونه کامل 4K ثابت، چون سخت ابزار قوی تره و نیازی نمیبینه که برای حفظ 60 فریم رزولوشن رو بیاره پایین تر، ثابت 60 4K اجراش میکنه. As you can see here, those isolated areas where Modern Warfare isn't quite doing it. Well, Series X is doing it with ease. یه خب همونجور که میبینی اونجایش که Xbox One X داره زور میزنه، Series X با راحت داره انجامش میده. There's a ton of overhead beyond that, as you shall discover. And what I did find throughout my testing is that, yes, you are getting the full 12 teraflops of Series X GPU compute thrown at backwards compatibility. I do think the GPU is possibly running in a compatibility mode, though. میگه و همه اینا به من اینو نشون میده که این بهبودها نشون میده که بله پردازنده گرافیکیش GPUش داره در بالاترین حدش، یعنی داره از کل اون 12 تراflops استفاده میکنه که این بهبودها رو بده، اما
در حالت کامپتیبلیتی مود، یعنی در حالتی که با نسل‌های قبل چیز باشه، با همون بکورد کامپتیبلیتی مود داره کار میکنه. تفاوت وجود داره بین این حالت، اون که اون جی پی یو در حالت معماری خودش کار کنه، یعنی معماری جی پی یو این میدونیم آر دی ان ای 2 و یه سری ویژگی های این آر دی ان ای 2 داره که معماری پردازنده گرافیکی ایکس باکس وان ایکس نداشته. ولی خب چون کال اف دیوتی مدرن وارفر بر اساس معماری ایکس باکس وان ایکس ساخته شده، نه ایکس باکس سریز ایکس، نه آر دی ان ای 2، چیز میشه اون پردازنده گرافیک سریز ایکس میره رو حالت کامپتیبیلیتی مود، خب، و یه جورایی میشه شبیه پرداز، نحوه عملکردش میشه شبیه پردازنده ایکس باکس وان ایکس، با این تفاوت که قدرت پردازشیش به خاطری که 52 تا سی یو داره، 52 تا کامپیوتینگ یونیت داره، پردازشش سریع تره، ولی نوع پردازش که داره انجام میده هنوز همون شکله. اوکی؟ شکلش همونه، سرعتش بیشتر میشه تو ایکس باکس سریز. و حالا بذار ادامه بده. Perhaps not utilizing the full architectural improvements that the new RDNA architecture offers. و اون پایین رو فکر کنم زیر تصویر من نمیبینیم، ولی نوشته Microsoft has now confirmed this. No RDNA 2 architectural boosts but full clocked CPU counts running in backward compatibility mode. همون چیزی که بهتون گفتم، یعنی اینکه مایکروسافت تایید کرده که توی حالت backward compatibility از قابلیت هایی که اون معماری RDNA 2، اون بهبود هایی که تو پردازش به ما میده RDNA 2 اتفاق نمیفته توی compatibility mode. در واقع شبیه سازی میشه همون معماری قبلی که فکر کنم GCN باشه توی پردازش گرافیک مال Xbox One X، همون شبیه سازی میشه اما با همون نوشته but full clocks CPU counts running، یعنی تمام پردازنده‌های گرافیکی دارن کار میکنن. اینجوری نیست که کار نکنن، پتانسیلشون به انتهای پتانسیلشون نمیرسن، که اگر خب میگم اضافه کنم پچ بدن و اپتیمایزش کنن با اون معماری، قطعا میتونه از پتانسیل‌های نسل بعد معماری‌های اون جی پی یو هم استفاده کنه. ولی بعدا بیشتر در این باید صحبت میکنه. To an old and celebrated digital foundry favorite, Rise of the Tomb Raider. On the face of it, not a particularly interesting test for Series X's power. In native 4K mode, we have a 30 frames per second cap, meaning that like Modern Warfare 2019, essentially the extra horsepower is mostly underutilized. میگه خب برگردیم به یکی از بازیهایی که از قدیم خیلی دوستش داشتیم و خیلی ازش استفاده میکنم برای تستمون، Rise of Tomb Raider، بازی که خب به نظر میرسه خیلی مورد مناسبی برای مقایسه سریز X و Xbox One X هم باشه، چون ببینید بازیش در حالت 4K نیتیو، اون بالا نوشته چی 4K نیتیو مود، یعنی بازی داره در حال 4K واقعی به قول اینا اجرا میشه، چکربورد و نمیدونم اینجور چیزا نیست، و این بازی ساخته شده که در حالت 4K نهایتاً به 30 فریم برسه. اوکی، حالا اگر سریز ایکس قدرت اینو داشته باشه که این رو در حالت 60 فریم 4K اجرا کنه، نمیتونه، چون اون بازی در حال حاضر بدون هیچ پچی رو 30 فریم قفله. اما occasional dips below 30 fps on Xbox One X are gone, but yeah, this is hardly revelatory stuff. و میگه خب اون افت فریم های کوچیکی که بعض مثلا اونجا میبینی توی ایکس باکس وان ایکس میشه 27، اینور هنوز 30، میگه این 27 و این چیزا اینا حذف میشه، ولی خب اونجور انقلابی نیست تغییرات که بخوایم بگیم او حالا چقدر تاثیر گذاشته. More interesting though is what happens when you run the 1080p performance mode. Now, this was a bit of a dog's dinner on Xbox One X. ولی جالب، اتفاق جالب اونجایی میفته که میذاریمش روی حالت پرفورمنس مود، های اف پی اس مود، یعنی فریم ریت بالاتر، و میبینید روی ایکس باکس وان ایکس نمیتونه اون تارگتش، هدفش که 60 فریم بوده رو هیت کنه و هی اون آبیه میبینید هی بالا پایین داره میشه روی 59، ولی اینور روی ایکس باکس سریز ایکس روی 60 قفله. Have you entered a larger map area like the almost 42 geothermal 42 اینجا یکی از مپ های خیلی سنگین 40 اصلا میبینی We had a 60 frames per second target, but the lackluster AMD CPU cores simply couldn't keep the GPU fed, resulting in frame rate drops, generally wobbly performance and intrusive screen tearing. I'm fairly confident in saying that any game with an Xbox One X performance mode that falls short like this one will run great on Xbox Series X. And you can see that here in Rise of the Tomb Raider, but come on. I know what you really want to see. گفت که خب گفت که تأثیرش اینه دیگه،
ولی گفت حالا میخوام یه بازی بهتون نشون بدم که دقیقاً تاثیر قضیه رو ببینید. الان میریم سراغ فانتزی 15. یکی از بازی اون یکی رو که توزه گفت آقا اون درسته میگفتن 60 فریم ولی انقدر نوسان داشت. ببین نوسان فریم ریت باز و نوسان باعث اسکرین شیرینگ میشه، اینکه صفحه قطع و وصل میشه این چیزا. قطع و وصل نه، این حالت اینجوری تق 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 نمیدونم چجوری توضیح بدم، گیر میکنه یه جورایی. 60 فریم نرم و ملایم اینجوری قشنگ وقت سر شخصیت کمدی کیف کنی اینا اونجوری نیست، ولی خب اون درستش کرده بود. اما یکی بازی که معروفه به مشکل داشتن توی فریم ریت و اینا آقای فاینال فانتزی 15 است که خب گوشتنشون لایت مود. این لایت مودش اینجوریه که بازی فریم ریتش میره رو 60 و روی حالت 1080 پی. الان رو 4K نیستیم، هر وقت 4K باشه بالا میشه 4K. و حالا بریم ببینیم چه تأثیری گذاشته. Multiple modes available in this one, all with plus and minus points, but it's the light mode that we want to look at here, right? I mean, it's basically locked to 60 frames per second now. A first for consoles, I believe. میگه خب مودهای مختلفی داره این باز، مثلا حالت 4K 30 فریم داره، چه میدونم اضافه دارم بهش میکنم، 4K 30 فریم داره، چه میدونم 4K داینامیک داره یا هر چیزی. لایت مودش ولی اینه که بازی روی 60 فریم قرار تارگت یا هدف 60 فریم باشه، ولی نیست، 48ه. کلی هم نوسان داره اگه تو فریم تایمش نگاه کنید. اما روی سریز X ثابت داره میره جلو 60 فریم. So again, like Rise of the Tomb Raider, Final Fantasy 15's performance mode locks to 1080p resolution, but this leaves the CPU brutally exposed on Xbox One X. And the more complex the environment, the more the CPU is the limiting factor. یه و خب درسته که GPU سریز X قدرت اجرای اینو داشت که مثلا حتی 60 فریم اجراش کنه، ولی این که میبینید انقدر فریم ریتش میفته پایین به خاطر اینکه لیم داره توسط سی پی یو لیمیتد میشه. چون میدونید Xbox One X جی پی یو و رمش فقط بالا رفته بود، سی پی یوش هنوز همون جگواری بود که روی Xbox One S بود، و حالا چون تو سریز X ما هم سی پی یو قوی تره هم جی پی یو، بنابراین دیگه جی پی یو لیمیتد نشده، باتل نک نه، این باتل نک اون باف توی چیزام توضیح دادم براتون. یعنی ببین تو Xbox One X با اینکه سی پی یو یعنی با اینکه جی پی یوش قوی تر بود ولی باتل نکش سی پی یو بوده، و اینجا تو سریز X اون باتل نک حذف شده، اون محدودیتی که جلوی سخت افزار رو میگیره به خاطر اینکه محیط ها همه چیز که گرافیک نیست، اون محیط ها فیزیک داره، تعداد شخصیت های بالا بره، هوش مصنوعی داره و اینا، و اونا سی پی یو، اونا اصلا هیچ کاری با جی پی یو نداره. بنابراین رو سریز X میبینید اون محدودیت سی پی یو از بین رفته و رسوندتش به 60 فریم. Now most of the time you're over 30 frames per second. So it makes sense to use the other modes to cap performance there and bring the full force of the GPU to bear on higher resolution and more impressive visual effects. اینکه بنابراین اون موقعی که رو Xbox One X اومده بود بهتر بود که رو لایت مود نذاریدش، چون خب عملا داشتین جی پی یو خودتون رو محدودش میکردین، یعنی سی پی یو جی پی یو رو محدود میکرد و عملا یه بازی با فریم ریت قاطی پاتی داشتین، در حالی که بهتر بود بذارینش رو 4K و سی فریم. اگر رو 4K سی فریم میذاشتینش درسته جی پی یوتون از چون الان لایت مود 1080 پی ها، ولی میتونستید بذارینش رو حالت مثلا کوالیتی مودش روی Xbox One X که بشه 4K سی فریم، اینطوری جی پی یوتون داشت سی فریم و 4K میداد بیرون و به نهایت استفادهش رسیده بود، سی پی یو هم با تلنک و محدودیت نمیشد. حالا But thanks to Series X and the Zen 2 CPU architecture, processor limitations are effectively a thing of the past. If we enter a more dense cityscape, this is where we see the CPU really stressed to its limits on Xbox One X. Frame rates can dip below 40 FPS. می حتی توی میگه ولی خب روی سریز X دیگه ما این مشکل نداریم دیگه، چون اون محدودیت CPU برداشته شده، بنابراین GPU هم داره قدرتشو انجام میده و 60 فریمه. ولی خب بازم ببینید مثلا اینجا یه نکته رو نمیگه، نمیگه که خب چرا سریز X با اینکه جی پی یوش قوی تره و الان محدودیت CPU اش برداشته شده چرا نمیتونه برسه به 4K. بنابراین اونجا مشکل وجود داره. خب نگه مشکل وجود داره بعد بگه، حالا من که نمیام مشکل بگه که آقا اون حتی با اینکه اینقدر رفت بالاتر نتونسته برسه به 4K 60 فریم، و حالا مشکل از خود بازی هم هست، نه که اون نتونه، اگه اپتیمایزش کنه قطعا شاید بتونه. اون به حالش توضیح داشت میدم، گفت مثلا تو محیط های شهری که میریم دیگه انقدر اون آبجکت هایی که تو محیط هستن فیزیک بیس، فیزیک هایی که میاد، اون چیزایی که به سی پی یو ربط داره انقدر زیاد میشه که اصلا تو لایت مود میرسونه به 39، یعنی انگار چکشی داره میزنه تو کله اون جی پی یو، میگه نه خیرم تو حضورت میرسه اشکال نداره، من سی پی یو هم نمیذارم تو بیای بالا، برو رو 39، برو رو 39 که من سی پی یو بتونم به تو برسم، بتونم بهت برسم. یعنی اینا باید با هم کار کنن، اینجوری نیست که اون کار خودشو بکنه اون بره 60 فریم، با
همه چیز مثل یه لوکوموتیو باید جلو بره با هم. It's pretty grim to play owing to the sheer inconsistency of it all. And yeah, there's tearing at the top of the screen too. But you've probably clocked by now that the Xbox Series X performance is pretty extraordinary. It's entirely locked to 60 frames per second. بنابراین مطمئنم که حتی الان مختون سود کشته از اون بازده‌ایه که سریز اکس روی 60 فریم داره. برای من که تلویزیون 4K ندارم عالیه. 60 من اصلا قرار نیست 4K ببینم. الان اون بازده رو در 80 پیک مانیتور منه 60 فریم هم هست. بهترین شکل میتونم اینو بازی کنم. قطعا این اتفاق رو پلی‌استیشن 5 هم که من بخوام بخرم میفته و بسیار من خوشحال میکنه این قضیه که رو عدالتش میبریم. دقیقاً همون چیزی که گفتم ولی گفت اینو من یادم نبود گفت. ببین گفت که تنها نامیدی که میشه تو این قضیه بهش گفت اینه که لایت مودش روی 1080 پی اجرا میشه و اینجا نشون میده همون چیزی گفتم محدودیت از بازیه. آقا این بازی 3-4 تا مود داره، یه 4K مود داره، یه دونه لایت مود مثلا داره. 4K 30 فریمه، لایت مودش 1080 پی 60 فریمه. اوکی اگه سازنده بیاد یه پچ بده که مثلا بشه 4K 60 فریم روی ایکس باکس سریز ایکس و از قدرت سریز ایکس استفاده کنه، شاید بتونه بکنتش. بنابراین گفتم مشکل از سریز ایکس نیست، مشکل از بازی و اون محدودیتی که بازی داره ایجاد میکنه. Now wouldn't it be great if you could access the full frame rate scene here and actually put the Series X's more powerful GPU through its paces with one of the higher fidelity graphics modes. بنابراین اگه جالب نمیشد اگر میتونستیم روی سریز ایکس این قدرت داشته باشیم که بازی رو 60 فریم یه مودی اضافه بشه که 60 فریم باشه و 4K. This needs the original studio to step in and Microsoft has allowed developers to revisit old games where the code can now pick up that it's running on next gen hardware and potentially open up new options. که اینجا بعد خب اورجینال استودیو یعنی استودیو اصلی بیاد وارد بشه یه پچ بش بده و مایکروسافت هم این اجازه رو داده و به این راه رو گذاشته براشون که آقا اگه میخواید، چون ببین به هر حال نسخه‌ای که بازی روی چیزه روی اون سرور مایکروسافت دست مایکروسافته، این که میگه مایکروسافت اجازه داره من نمیفهم چه اجازه بعد بده. به هر حال یه پچ اونایی دلشون بخواد میتونن بدن. یا مایکروسافت یعنی منظورش اینه که پول بده، مثلا فکر کنم منظورش اینه که میگه اجازه بده پول بده بهشون و بیان این پچ‌ها رو اضافه کنن برای بازی ها. یا اونایی میخوان بازیاشون فروش بره پچ‌ها رو به صورت رایگان در اختیار قرار بدن که بتونه از اون پتانسیل کامل ایکس باکس سریز ایکس و جی پی یوش استفاده کنه. Alternatively there's a good chance that Microsoft itself may step in. Its compatibility team has access at the system level to do some magic. میگه ولی خب در نهایت احتمال داره که خود مایکروسافت وارد قضیه بشه و اون تیم کامپتیبیلیتی مودشون که این قضیه بک بار کامپتیبیلیتی رو انجام میدن کارهای جادویی انجام دادن با این بک بار کامپتیبیلیتی. راست هم میگه، مثلا HDR اضافه میکنه به بازی که اصلا HDR نداشته باشه یا خیلی از بازی ایکس باکس 360 رو خیلی 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 بهتر آپسکیل میکنه. بسیار کار بزرگی انجام داده تیم بک بار کامپتیبیلیتی و اینکه خیلی میدونم امیر گیم شو به چشم اینکه آدمی که ضد بک بار میشناسن، ولی اینجوری نیست. من مخالف اینم که فقط رو بکوارد تمرکز دارن. اینکه روی نسل بعد اصلا تمرکز نمیکنن مشکل سازه، وگرنه اینکه اینجوری باشه و بازی قبلی هم اجرا کنه یه سرویس و بهتر اجرا کنه، یه سرویس بسیار خوبه که خب رو گیم پس هم بیاد بسیار بهتر. من نمیخواد بازی رو برم پول بدم تک تک بخرم، رو سرویس داشته باشم. ولی اینکه تنها استراتژی این باشه که بازی قدیمی رو بذاری رو گیم پس و هیچ استراتژی برای نسل بعد نداشته باشه، هی فقط چیز کنی بگی آبا باشه حالا اونا میاد بعدم میاد و اینا، و کنسول نسل بعد تو بدون بازی نسل بعد بدی، بدون بازی نسل بعدی که از استودیوهای خودت اومده باشه بیرون، من به اون انتقاد دارم. من به این انتقاد ندارم که چرا بکورد کامپتیبیلیتی روشه. Something I hope to be able to share more on soon. این یه چیزی میدونه. این اون تیم بکورد کامپتیبیلیتیشون همون قضیه کاری که بهتون گفتم با گیرز 5 انجام داده کردش 120 فریم، احتمالاً یه سری از بازی‌های مهم این نسل رو قراره بیان روش پچ بدن و همین 4K مثلا 60 فریمش کنن، مثل گیرز که 120 فریمش کردن، یا مثلا فورزا هورایزن رو بکننش بیشتر و اینجور چیزا. But what I've seen already is Gears of War Ultimate, a 1080p Xbox One game running at 4K on Series X. میگه و چیزی که من تا الان دیدم همین گیرز اولتیمیت ادیشنه که خب نسخه های قدیمی بکنم این گیرز 2 یا 1 اونا رو تونستن برسوننش از یه بازی که رو ایکس باکس 1 با ویژگی 1080p مثلا 30 فریم اجرا میشته اوردنش به 4K و 60 فریم. And yeah, doubling of frame rate. Work is being done there for select titles, as I said. و خب همونجور که گفت میگه همونجور که گفتم بعضی از چیزاشون رو تایتل هاشون رو سلکتد یعنی تک تک اینجوری
گلچین از تایتل هاشون رو این پچ ها رو براش میدن که بازی ها بهتر اجرا بشه. خب دوست دارم ببینم تو این بخش چه کاری انجام میدن. خب تا اینجا نتایج خوبی داشتیم. Xbox Series X is back compat. He's being limited, held back if you like, by the frame rate or resolution caps of the original games. Well, the challenge for me in ascertaining how powerful the new hardware is comes down to finding games that either don't have frame rate caps or have in-game options to remove them. و خب در نتیجه تمام این بررسی که دادم، اگر Xbox Series X قدرتش با این اون چیزی که سازنده ها تعیین کردن، یعنی اون فریم ریت و رزولوشنی که لاکت شده روش، اونا تنظیمش کردن روی اون و بیشتر از اون نخواهد بره، حالا من باید چی کار کنم که بتونم این بررسی ها رو چیز کنم، این بررسی ما انجام بدم؟ باید برم دنبال بازی هایی که فریم ریتشون لاکت نباشه، بازی هایی که قابلیت این قابلیت رو من بدن که فریم ریت توشون لاکت نباشه. و اینجاست که برمیگردیم به یکی از بازی مورد علاقه دیجیتال فاندری، هیتمن آی اینتراکتیو. It allows you to turn off the 30 FPS cap on either mode. میگه ما رو میرسونه به هیتمن که اپشنای خوبی ما توی یک کنسول میده. یکی این که خب حالت 60 فریم 1440p داره، 1440p داره. یکی اینه یه حالت 4K کوالیتی مود داره و یه حالت این داره که شما میتونید، یعنی 4K کوالیتی مودش رو 30 فریم مثلا باید قفل باشه، ولی حتی دو حالت داره. یه دونه 60 فریم 1440p روی Xbox One X، یه دونه 4K 30 فریم، اوکی 4K نیتیو. اما در کنار این دوتا حالت شما میتونید، یه تیک داره توی پلی‌استیشن هم داره این تیکر رو، بزنید فریم ریت چیز شه، لاکتش برش نه، یعنی آنلاکت بشه، آنلاکت فریم ریت بشه و تا جایی که زور داره چیز کنه، مثلا فریم ریتش بالا پایین بره. مثلا این الان رفته رو 34، بنابراین الان داره بازی رو هم تو همون دیسکی که هیتمن بوده رو گذاشته روی 4K کوالیتی مود گذاشته روی ایکس باکس مونش، داره میبینین چقدر داره با اینکه آنلاکتش کرده به زور از 30 فریم مثلا رسیده به 34. توی ایکس باکس مون ایکس درستش این بود که خب شما یعنی کسی که بیشتر گیمرها ترجیح میدن همون لاکت فریم ریتش کنن و 30 فریم بمونه و هی این بالا پایین نشه که اون اسکرین تیرینگ اتفاق بیفته. ولی حالا ما اینجا سخت افزار قوی تری داریم به اسم ایکس باکس سریز ایکس که توانایی اینو داره که بیش از 4 فریم ببره برو و اونجا داریم میبینیم رسونده به 58، ولی باز هم زور داره میزنه، این نکته هم وجود داره. ولی خب آنلاکت فریم ریتش کرده و تونسته برسونش به 58. Now this title has always been great for benchmarking or getting as close to benchmarking as you can on a console. میگه و این تایتل هیتمن همیشه بهترین چیز بوده برای بنچمارک کردن چیزا، یا حداقل نزدیک شدن به اون چیزی که میشه بهش گفت بنچمارک، چون برای روی کنسول ما بنچمارک نداره. بنچمارک یعنی چی؟ یعنی یه اون چیزای گرافیکی ها که نشون میده همه ابعاد رو در نظر میگیره، مثلا میاد یه جایی فقط جی پی یو در نظر میگیره، یه جایی فقط سی پی یو رو در نظر میگیره، اینکه خب حالا جی پی یو با چند هسته کار کنه در نظر میگیره، اینکه سی پی یو با تک هسته و یا چند هسته کار کنه در نظر میگیره، اینکه همشون ترکیبی در آخرین حد با هم همه اینا رو میاد یه سری چیزا رو با هم ترکیب میکنه در نهایت یه عددی بهتون میده. خب این میگن بنچمارک کردن. و ما اینجا میبینیم، گفتم بهتون دو تا حالت گرافیکی داریم که با این آنلاک مودی که ما میده به ما یه قابلیت میده که یه ذره ایزوله کنیم چیزها رو، یعنی ایزوله کردن رو به ما میده. اینکه آقا خب الان اینجا جی پی یو فقط داره بیشترین فشار روشه، خب روی 4K کوالیتی جی پی یوه، ببینیم جی پی یو چقدر زور میزنه. مثلا روی حالت چه میدونم 30 فریم، مثلا بزنیمش رو حالت 1440p که مثلا جی پی یو به آخرین حدش برسه، ولی خب اونجا سی پی یو جاییه که میتونیم مورد بررسی قرارش بدیم. The Paris stage in Hitman has always been a CPU hog, and the Jaguars in prior gen consoles just couldn't cope with anything. و خب میگه این مراحل پاریس توی هیتمن یه چیزه، یکی از اون مراحله که خیلی میشه CPU رو باش، CPU رو ایزوله کنیم توش و خیلی اتفاقی توش میفته CPU محور تا اینکه GPU. مثلا این تعداد شخصیت ها زیاده، وقتی تعداد شخصیت ها زیاده، چه هوش مصنوعی، تعداد شخصیت ها، فیزیک، اینجور چیزا بیشتر با CPU سرکار داره، بنابراین ما میتونیم اینجا CPU رو ایزوله کنیم و بنچمارکش کنیم جدا از GPU. Much beyond 30 frames per second. Funny thing here about Hitman, there's a strong argument that its 1440p performance mode is actually surplus to requirements on Series X. You could just unleash 12 teraflops of power on the 4K quality mode, and it's usually enough to get the job done at full frame rate. And as for the CPU side of things, yeah, no worries. So, Paris, 4K quality mode, with the frame rate cap removed,
it hits a minimum of 33 frames per second on Xbox One X, and it's in those minimum points where you see a touch of slowdown on Series X, but everything soon levels out. اینکه خب الان ما اینجا داریم میبینیم که خب الان روی چیز همون چیزی که بهتون گفتم داره میگه، همه چیزی که تو ازدم داره میگه، میگه الان ما اینجا داریم میبینیم که سی پی یو یعنی جی پی یو محدودیت جی پی یو رو روش برداشتیم با برداشتن قفل اون فریم ریت و رسیده به 60 فریم، الان چون رسیده به دیگه لاکتش رو 60 بوده دیگه، درسته؟ الان هر گونه افتی که تو اون 60 فریم دارید میبینید در واقع به خاطر چیه؟ به خاطر کم آوردن سی پی یو، یعنی بعضی وقتا یک کوچولو میاد پایین 60 فریمه، در حالی که رو ایکس باکس وان ایکس 4K کوالیتی مود هم سی پی یو هم جی پی یو جفتش داشته زور میزده. اینه فرقش. The next generation console at least the packed catwalk and all of those entities. چقدر آدم وجود داره؟ Test on the CPU, but the new Xbox console simply powers through it. میگه خب این همه جمعیت، این همه متراکم بودن، این همه چیزهای مختلف یه سی پی یو میخواد دیگه، ولی خب سریز ایکس به راحتی داره ازش عبور میکنه و میره. مایکروسافت says that we're looking at a 4 times multiplier in CPU per from Series X. ما 4 برابر قدرت سی پی یو بیشتر داریم. We'll never be able to actually quantify how much more powerful it is in the existing array of games we have. Though I do have one or two ideas about how we might address that. میگه ولی خب در نهایت فکر نکنم ما هیچ وقت بتونیم اون نتیجه دقیق رو بگیریم که حالا مایکروسافت درسته میگه سی پی یو 4 برابره، نمیدونم جی پی یو 2 برابره، ولی تو بازی هایی که در حال حاضر داریم ما هیچ وقت نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم، چون این بازی ها برای یه چیز دیگه ساخته شدن و به هر حال محدودیتشون به اون محدودیت آرکیتکچری یا اون معماری اون سخت افزارهای قدیمیه. ولی من یه سری ایده هایی دارم که میخوام حالا تست کنم ببینم میتونم یه نتیجه نزدیکی بگیرم. حالا بخواد اون ایده هاش به اونشون بده. So the takeaway so far, we've got a huge amount of extra power, but the initial part of the Paris Hitman segment there does hint at potential limits, and that's something that we can explore more fully in the sequel. Yeah, خب بنابراین حالا میریم مثلا این بخش ابتدایی اون مرحله پاریس، میگه اینجا ما یه سری افت فریم داریم میبینیم که میتونیم بریم بگردیم ببینیم این افت فریم‌ها دقیقاً از کجا چشمه میگیرن. Hitman 2. توی سریز اکس ها ما کاری به ایکس باکس وان ایکس نداریم، الان اینجا داریم میبینیم سریز ایکس افت فریم میاد رو 50 و اون چیزا، چه اتفاقی داره میفته؟ آیا یه محدودیتی بالاخره وجود داره؟ آیا محدودیت از اپتیمایز نبودن بازیه؟ آیا محدودیت از سی پی یو یا جی پی یو؟ I've used this stroll through the suburbs in the past as a barometer of Xbox One X performance at 4K and how more modern hardware may be able to deal with it and by implication how the next gen consoles might perform. خب میگه مثلا این همین بخشی که دارم راه میرم هیتمن 2، اینجا میگه من خیلی خوب ازش استفاده میکردم برای اینکه خیلی فشار رو جی پی یو بذارم که وقتی کاملا جی پی یو رو قورت بدم باهاش بعد برسم به سی پی یو. الان ببین جی پی یو 50 روی اون رو 32 یعنی آنلاک فریم است رو 4K کوالیتی مود. کوالیتی مود یعنی چی؟ یعنی 4K نیتیو، یعنی الان اون بازی که داره الان اجرا میشه داره زورش رو میزنه که 4K باشه و فریم رو روی 30 نگه داره. اوکی اصلا هدفش این نیست که برسونتش به 60، ولی خب آنلاکتش کرده 2 فریم زده بالا اونور رو ایکس باکس وان ایکس، اینور رفته رسیده به 57، یعنی 37 فریم بیشتر شده. Now we can actually test 37 فریم نه 27 فریم. Test this out on actual hardware via backwards compatibility as close as we're going to get to a potential GPU benchmark. Depending on scenarios we're actually looking at anything from around 75% to 100% more performance on Series X. یه خب مثلا و اینجوری بخوایم بگیم چی الان میخواد اینجا مشخص کنه؟ گفت مایکروسافت گفته سی پی یو اون 4 برابر قوی تره، حالا ما اینجا میخوایم از بعد درصدی ببینیم چقدر بیشتر. الان مثلا داریم میگیم یا کن 171%، اوکی؟ یعنی از بین 70 تا 100 درصد، بین یک بین 7 هم تا یعنی چه میدونم چجوری بگم، یعنی نهایتا 2 برابر میتونه سریعتر کار کنه روی چیزهای قدیمی، روی بازیهای قدیمی. به این معنا نیست که روی بازی های جدیدی که بر اساس اون سی پی یو یا جی پی یو ساخته میشن دو برابر باشه، نه، مایکروسافت خودش گفته 4 برابر، یعنی احتمالاً روی بازی هایی که بر اساس اون معماری ساخته بشن تا 4 برابر میتونه بازدهی بیشتری نسبت به ایکس باکس وان ایکس داشته باشه. الان ما بحثمون سر بازی بکورد کامپتیبیلیتی و ایکس باکس وان ایکس، داریم میگیم الان نگاه کن 171%، یعنی یکم کمتر از دو برابر میتونه تاثیر داشته باشه. Sometimes even more than that actually. It's interesting that there's no linear relationship between the two performance readouts here as such.
فقط داره میخواد ببینه که این سخت افزار جدید چند برابر سریع‌تره. و خب درسته که ما مثلا چه میدونم تروفلوپسش بیشتر شده و یه سری از قابلیت ها مثلا سی پی یو 4 برابر شده، جی پی یو 2 برابر شده، ولی تمام مثلا تو جی پی یو میگه 2 برابره، میگه قدرت پردازشش نسبت به ایکس باکس وانی که 6 تروفلوپس بود سریز ایکس 12 تروفلوپسه، تمام اون پارت های اون چیز جی پی یو 2 برابر نشده، بعضی چیزها شاید 4 برابر شده باشه، شاید همون باشه، شاید و اون قضیه مموری الان میگه میدونم مموری باندویث دقیقاً اون چیزی که من خیلی روش پافشاره میکنم و اینقدر میگم SSD خیلی چیز مهمی و اینا، سرعت رم چقدر مهمه، حالا SSD رو اصلا برش کن که میگم سرعت رم خیلی مهمه، میگه درسته که تروفلوپسش یعنی پردازشی که میتونه انجام بده 2 برابر شده، ولی سرعت چیز اون چی میگن سرعت انتقال داده‌هاش 2 برابر نشده، حالا نمیدونم مولا ایکس باکس چقدر بوده ولی اون 2 برابر نشده طبیعتاً. و ما میدونیم مثلا حالا برگردم به اون صحبت سر سریز اس که کردم، سریز اس سرعتش تقریبا نصف چیزه، نصف رم اینه، بنابراین بندویت و اون چیزی که داره اون چه میدونم بندویت به فارسی چی میشه، اون فضایی که سرعتی که اطلاعات داره انتقال پیدا میکنه توش نصف ایکس باکس سریز اس، بنابراین نصف این محدودیت نیمه روش اومده. I also think that this sequence is a pretty good demonstration of what backwards compatibility can't do. و میگه به نظر من اینجا خوب نشون میده که backward compatibility چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده. Based on my PC tests, I'd expect a 12 teraflop RDNA GPU to be well above 60 frames per second at all times. میگه بر اساس اون بررسی که من روی PC انجام دادم یه جی پی یو که 12 تروفلوپس داشته باشه حتی بیش از 60 فریم باید این بازی رو 4K اجراش کنه. اوکی، بنابراین بکورد کامپتیبیلیتی به این معنی نیست که اون معماری ها متفاوته. The fact that we aren't suggests to me that the compatibility mode built into the GPU isn't tapping into those extra architectural features. بنابراین این که ما نمیتونیم بیش از 60 فریم بریم به این معنی است که توی حالت کامپتیبیلیتی مود اون جی پی یو نمیتونه به تمام ویژگی‌های معماری RDNA دسترسی داشته باشه. داریم در حال فقط بکورد صحبت می‌کنیم. Oh, and for the 60 FPS diehards, remember that Hitman and Hitman 2 still have their 1440p performance modes. ولی خب برای اونایی که عشق 60 فریمن مثل خودم، هیتمن هنوزم اون حالت 1440p 60 فریم رو داره که می‌زنید 60 فریم ثابت، کامل ثابته. کاملا محدودیت از روی جی پی یو و سی پی یو برداشته میشه، 60 فریم ثابت مشتی سبز. Personally, I can do without, but the option doesn't disappear. And I've got to say, the results so far in these games, I do think the improvement is transformative. There are current gen titles that really push graphics hard to the point where even Xbox One X can't cope without introducing an option for a resolution downscale. میگه خب توی این نسل، حالا ادامه تستامون رو بخوایم بریم، توی این نسل بازی های کمی هستن که حتی بتونن ایکس باکس وان ایکس رو هم به اون نهایتش برسونن که اونم زور بزنه. اوکی، به عنوان مثلا قوی ترین کنسول این نسل حتی اونم توش زور بزنه. One such game is Dead or Alive 6. مثلا Dead or Alive 6، حالا بعضی همی هایی گرافیک نداره، توی حالت 4K بچه وقتی میگی 4K یعنی تک تک اون پیکسل ها بخواد چیز شه سنگینه، بازی گرافیکی شاید ظاهر جالب برنزنه است. برای همینه که همیشه گفتم هنر بازی سازی اینه که چشم مخاطب رو چیز کنی، یه جوری فریب بدی، نه بود منفی، فریب بدی و اون چیز زیباتر به نظر برسه ولی با بار پردازشی کمتر. این که همیشه میگم چکربوردینگ بهتر از 4K نیتیوه، چه میدونم DLSS بهتر از 4K نیتیوه، اینه که شما در واقع داری یه چیز خیلی پایین‌تر از اون با بار پردازشی کمتر می‌بینی ولی چشت داره چیزی خوشگل‌تر می‌بینه. اینجا الان مثلا ببین Dead or Alive رو 4K یه بازی سنگینه، رو 36 فریمه. Which has a native 4K mode. حالت 4K native mode to be profoundly unpleasant on Xbox One X and contrary to what a fighting game is supposed to be about. که روی اون مودش که 4K حالت 4K داره کاملا برخلاف تمام چیزهایی که یه بازی فایتینگ باشه، بازی فایتینگی که باید نرم باشه و ما لذت بریم از نرمیش و اون حال 4K هم باشه، ولی خب نبوده، ولی حالا اون برمین 60 فریم ثابت. I mean a wobbly 30 to 40-ish frames per second action in a precision fighting title, it's not good enough. یه خب یه فریم ریت مدام بالا پایین بشه
توی بازی که مبارزه یه بعد دقیق بعد ذره با بشینه یه چیز اعصاب خرد کنه، برای همون بهتره بزنش نورات 80 پی بر 60 فریم بازی کنه رو ایکس باکس وان ایکس. ولی حالا رو سریز ایکس رو 4K 60 فریم میشه بازیش کرد. استیجز اکچولی استراگل بات دتس اکچولی گود نیوز فور اس دن از دد اور الایو 6 ترانسفورمز بیکامینگ ا رادر وندرفول تست کیس فور فلکسینگ د ایکس باکس سریز ایکس جی پی یو پاور. و میگه ولی خب درسته که اونجا بد بود، ولی اینجا به ما کمک میکنه که قدرت جی پی یو سریز ایکس رو به نمایش بذاریم. This is 60 frames per second throughput the way it should be locked. There are a small number of games on Xbox One X that have native 4K modes that never perform particularly well. میگه تعداد بازیایی که روی Xbox One X 4K واقعی هستن تعدادشون کمه، ولی خب هیچکدومشون هم هیچ وقت خوب پرفورم نمی‌کردن، یعنی خیلی بازدهی خوبی نداشتن. و خب الان داریم می‌بینیم که اینجا با این قدرت بیشتر قشنگ داره اجرا میشه. But with Series X, now they will. الان درست کردن. It's almost like they were put in place simply to sit there until sufficiently powerful hardware arrived to deliver the developer's original vision. یه جوری آدم حس میکنه که انگار این بازی اونجا گذاشته بودنش فقط روی ایکس‌باکس که بعد ما بعد از اینکه سریز ایکس اومد اون بعداً بشینیم بازیش کنیم، نه الان. And here it is. برو بریم اینم سخت افزار جدید. Because there are also some games on Xbox One X that are quite remarkable in that they hammer the GPU. این نکته که بوزای ددور الایو چقدر جالب بود. من همیشه میگم ددور الایو از این بازی‌هاست که همش سینما بالا پایین میشه و اینا، ولی اصلا اینجوری نبود، خیلی دیدم ترتمیز بود. من همیشه نمی‌رفتم سمت گفتم آخه این چیه، با این بازی همش فقط لخت و پتی همه. نه جالب بود، همین بازیش کنیم. And the CPU hard. And in the case of Monster Hunter World from Capcom, they do so with an unlocked frame rate. So you can't cap to 30. There's nothing you can do about it. And so the experience always felt a little bit suboptimal. میگم مثلا بازی بعدی که می‌خوام تستش کنیم چیز Xbox Series نمیدونم Xbox Series بازی Monster Hunter World که یه حالت رزولوشن مود داشت که نه اون 4K مود. توی این حالت 4K مودش نمیتونستیم فریم ریت رو قفل کنیم که از 30 بالاتر نره، یعنی آن کپ بود، باز بود، بنابراین اسکرین تیرینگ اتفاق میافتاد. ولی خب الان همون رزولوشن مودی که 4K بود میذاریمش روی سریز ایکس با اینکه آن کپه، ولی چون میرسه به 60 فریم میرسه به بهترین حالتش. However, now with Series X, we have the kind of processing performance across the whole system that can absolutely transform the experience. Okay, و میتونه اون ببین اصلا اون رو 25 میاد، میدونی نمیتونستن کپش کنن، قفلش کنن که رو 30 بمونه، بالا پایین میشه، برای همین باز گذاشتن که هر جا شد خوب بشه، هر جا نشد بد بشه. ولی اینجا نگاه کن حتی روی سریز ایکس هم داره زور میزنه. Teasing you somewhat with cutscenes so far when what you really want to see is the open world and again the improvement night and day. میگه ولی خب در صورت وقتی به دنیای خود بازی وارد میشه، اون کاتسین بود، به دنیای خود بازی که میشین میبینید که تفاوت شب و روزه، اون 38 اون 59 20 بالاتر. Impressive, right? It's not locked to 60 frames per second but pretty close to it throughout much of the action. میگه خب تاثیرگذاره دیگه، مگه نه؟ میگه درسته که لاکت نیست، یعنی قفل نیست رو 60 فریم، ولی خب نزدیک بهش و تجربه خوبی میده بهمون. Slashing at vitality plants there causes big frame rate drops on both One X and Series X. And I think this kind of highlights how, while GPU compute has risen substantially from the vanilla consoles to their enhanced equivalents to Series X here. میگه ولی خب مثلا وقتی این جونه رو میزنیم خب میبینیم که جفتش یه چیزی داریم دیگه، یه افت فریم داریم، ولی افت فریم اون کجا؟ مثلا این از 60 اومد مثلا 57 8 اینا، ولی اون یه دفعه خیلی دیگه اومد پایین، اومد رو 35 اینجوری. We've not seen memory bandwidth increase to anything like the same degree. میگه بعد دقیقاً همون چیزی بهتون گفتم. میبینیم که مموری بندوید، یعنی بندوید نمیدونم به فارسی چی میشه، یعنی اون حجمی که اطلاعات با سرعت میتونن چیز شن، اون به همون دو برابر نشده، اون سه برابر نشده، اون تقریبا همون چیزی که قبلا بوده. و اینجاست که من اون دفعه سر قضیه پلی‌استیشن 5 گفتم، این که مموری رم پلی‌استیشن 5 488 گیگابایت در ثانیه 16 گیگ ثابته، و اینجا روی ایکس باکس چه سریز ایکسش چه سریز اسش دو تیکه است و سرعتاش متفاوته، بنابراین محدود میشه به اون بخشی که سرعتش بیشتره. و اینجا ما دیدیم توی سریز اس، مثلا تو سریز اس سرعتش 223 تا اینجور گیگابایت در ثانیه بود، اینجا اون بخش 10 گیگش 560 است. اوکی، سریز ایکس همیشه به اون 10 گیگ 560 اش محدوده، ایکس باکس سریز اس همیشه به اون 8 گیگ 200 اش محدوده، و ولی پلی استیشن 16 گیگ ثابت داره. ببین
اینه که گفتم اونجا بندویت چقدر مهمه به خصوص در این قضیه بکوارد. Even so, the transformation is quite remarkable. ولی در نهایت میگه بازم نتیجه که گرفتیم خوبه دیگه. 33 رسیدیم به 58. On those games that don't quite hit 60 FPS, well, I'm really fascinated to see how variable refresh rate pans out on Xbox Series X. و میگه برای اون بازیایی که مثلا الان همین مانسترات میبینه یکم 60 قفل نیست، میگه کوچولو میاد پایین، میگه اونجاست که من میخوام دوستان ببینم VRR یا variable refresh rate که اون وارد میشه، اون یکی از قابلیت های تلویزیون شما، از این بارها بهتون گفتم، اون وارد میشه و این دیپ ها یا این افت فریم های خیلی کوچیک رو از بین میبره تو چشم شما، وجود داره هنوز ولی شما نخواهید دیدشون. اوکی، من اون دفعه من گفت آقا این وی آر آره ربطی به ایکس باکس نداره، مال اچ دی ام آی، مال اچ دی ام آی 2.1، یکی از قابلیت‌های اچ دی ام آی 2.1 این که جدا از اون تلویزیونی که اچ دی ام آی 2.1 بهش بخوره، خب ایکس باکس هم چون از 2.1 ساپورت کرده، بنابراین اون وی آر آر فعال میشه و این افت فریم های کوچولو رو از بین میبره تو ظاهر و شما نخواهید دید، پشت وجود داره ولی از ظاهر از بین میبره. Something I hope to look at soon. You see, certainly from my personal point of view, while I can see and feel stutter when a game is running in the 50s and not at 60 frames per second on a standard screen, I've got to admit that I can barely tell the difference at all on a variable refresh rate screen. ببین دقیقا همون جوری که تو گفتم، مثلا من به شخصه روی استاندارد دیسپلی، یعنی یه تلویزیون معمولی که وی آر آر نداره، variable refresh rate نداره، خب قطعاً چیزه متوجه میشم، اون اسکرین تیرینگ ها رو میبینم، اون حتی از 60 کوچولو میاد رو 50 اف اینا رو میبینم، ولی روی تلویزیونی که وی آر آر داره و اچ دی ام آی 2.1 داره قطعاً این حذف میشه، من نمیتونم تشخیصش بدم. بنابراین برای اونایی که حالا میخوان دارن سرمایه گذاری میکنن، میخوان تلویزیون نسل بعد میخرن، قطعاً تلویزیونی که میخرید قابلیت دو تا قابلیت حتما داشته باشه، یکی سه چهار تا قابلیت داشته باشه، 4K که اولا همشون دارن الان دیگه، اکثر تلویزیون 4K باشه، HDMI 2.1 بخوره بهش، HDMI 2.1 حتما بهش بخوره برای کنسولتون اگه میخواین VRRش فعال بشه و یعنی تلویزیونتون VRRش فعال بشه در واقع، و در نهایت HDR، این سه تا قابلیت داشته باشه حتما. حالا VRR رو فکر نکنم رو تلویزیون رو بنویسه، یعنی روی جعبش بنویسه، اونو توی اینترنت هر چیزی که می‌خواید بخرید رو سرچ کنید، ولی HDMI 2.1 اگه داشته باشه، یکی از قابلیت‌های HDMI 2.1 همون VRR یا variable refresh rate، یعنی refresh rate که متغیره، و ولی با یه تکنولوژی یه کاری می‌کنه که این افت فریم ها اونجور به چشم نمیاد. Certainly not on PC. I was a bit lukewarm about the console implementation on Xbox One X. But I certainly expect things to be significantly improved here. Now, yeah, انتظار دارم که با وارد شدن VRR، یعنی وقتی اگه VRR داشته باشین چیزا خیلی بهتر بشه، حتی نسبت به همین 53 که مثلا اون نشون داره میده و اینا. I get it. It's like a ginormous elephant in the room concerning backwards compatibility testing that we need to address sooner or later. اما حالا وقتش که بریم سراغ اون فیل بزرگی که توی اتاقه، یعنی اون بزرگترین چیزی که همیشه مشکل ساز میشه، ببینیم سکیرو داره میگه، ببینیم این چه قابلیتی داره، چه بازدهی داره. But before we do, اما قبل از این کار میخوام تاکید کنم که unlocked frame rate options or no frame rate cap at all that benefit most. میگه تمام اون، ولی میخوام تاکید کنم که تمام بازیایی که حالا تو این نسل بازی کردن و این گزینه با آنلاکت فریم ریت داشتن، یعنی فریم ریتشون باز بود و نسبت به اون صحنه که داشتن نگاه میکردن فریم ریتش تغییر میکرد، اونا بیشترین سودو میبرن، ولی بازیایی که قفل بوده فریم ریتش میرسه در نهایت به همون چیزی که سازنده قفلش کرده روش، بازی قرار بوده رو 30 فریم 4K باشه، همون 30 فریم 4K رو ثابت اجرا میکنه، افت نخواهد داشت. ولی مثلا یه بازی مثلا الان دارین نشون میدین چی اسمش، این نومنز اسکای، این مثلا فریم ریت چیز داره، رزولوشن مودش، یعنی حالت 4K مودش آنلاکت فریم ریت بوده، جایی که زورش میرسیده بیشتر از 30 میشده روی ایکس باکس وان ایکس، جایی که زورش نمیرسیده میومده زیر 30، ولی 4K بودنش رو حفظ میکرده در همه حال. اما حالا رو سریز اکس نه تنها 4K بودن رو حفظ میکنه، چون قدرت جی پی یوش بالاست میچسبونه فریم ریت رو به 60. No Man's Sky running in its higher resolution quality mode. I've not done the pixel counts on this one recently, but it was 1800p back in the day and well, not great on Xbox One X. بعد این گفت الان 4K نیستا، گفت این 1800p، یعنی میشه چقدر
یعنی 1800 پیه 4K واقعی هم نبوده، ولی به هر حال روی ایکس باکس وان ایکس اصلا 33 فریم اون ولی اونور رسیده به 59. The outlook is not perfect on Series X, but again, it's pretty close to it. Almost. تقریبا به 60 فریم رسیده. You're getting that 2X multiplier to performance and it's great. تقریبا دو برابر میشه بازدهیش. The higher frame rate mode is a 60 FPS lock on Series X, but what I think is 1440p or ولی روی حالت هایر فریم هایر اف پی اس مودی که داشته اون بازی، مثلا روی ایکس باکس وان ایکس میرسه به 1440p ولی روی ایکس باکس سیریز ایکس میرسه به 1440p ولی 60 فریم ثابت. At least it was back in the day, and again it comprehensively bests Xbox One X here. The elephant in the room I was talking about, yeah, it's going to be From Software's Sekiro. ولی بازی که خب اونو بس گذشتیم ازش دیگه، فهمیدیم که بازی رو حالت مثلا 1800 پی ای بخوایم بزنیمش خب نزدیک به 60 میشه، ولی بازم یه سری دیپ داره و اینا، اما وقتی میذاریمش رو 1440p 60 فریم ثابت میشه. و ولی 4K واقعی نیست که اصلا این موضوع مهم نیست، خواهش میکنم بذارید بریزید. الان داریم آقا رو ایکس باکس بازی میبینیم که 4K واقعی نیست، ولی تازه مال نسل قبلم است. آیا مهمه؟ نه، خیلی باید دقت کنید که تفاوت ها رو بفهمید. اینقدر هی نگید چه میدونم اون 1440p اون نمیدونم، بسته به نوع بازی این قضیه رزولوشن متفاوته، به نوع بازی ربط داره. وقتی میگم این سریز اس میگه من 1440p 120 فریم اجرا میکنم، به معنای این نیست که تمام بازی ها رو اینطوری میتونه بکنه. نه هی چیز کنید، بعد میان جنگشون سر چیه؟ جنگشون سر اینه که آقا پلی استیشن 5 هم داره دیمن سورت 1440p 60 فریم اجرا میکنه، پس شد پلی‌استیشن 5 هم شد شبیه سریز اس. نه، اگر سریز اس تونست دیمن سولز رو 1440p 60 فریم اجرا کنه، اون موقع است که میتونیم بگیم سریز اس قوی تر از پلی‌استیشن 5ه. اینجوری باید بازی به بازی متفاوته، در بازی های مشترک باید ببینیم بررسی کنیم. اینجا الان ما دیدیم آقا نومنز اسکای رو تو چه حالت های مختلفی داشت، با چه چیزی نشون میداد. حالا اینکه مثلا نومنز اسکای داره 1440p 60 فریم اجرا میکنه به این معناست که ایکس باکس سریز ایکس یک کنسول 1440p؟ نه، دو دقیقه قبلش دیدیم چه میدونم هیتمن رو 4K واقعی داشت اجرا میکرد. این صحبت ها رو بذارید کنار و واقعیت ها رو ببینیم. Shadows Die Twice, isn't it? 1800p on Xbox One X. 60 فریم. So it's 1800p on Xbox Series X. 1800p این یعنی بازم 4K نیتیو نیست ولی 1800p میگه اون داره 34 فریم اجرا میکنه، 57. However, it's running with an unlocked frame rate, which is essentially bad news for the older Microsoft console. که خب داره روی unlocked frame rate با، یعنی فریم ریتش بازه. اگه زورش بره یعنی اون 1800p رو به صورت ممتد حفظ میکنه رزولوشن 1800p رو، اما فریم ریتش دیگه بسته به جایی که باشه پایین و بالا میشه، که میگه خبر بدیه برای اون کنسول های قبلیش. یعنی اون موقعی که هنوز سریز ایکس وجود نداشت، خب این فریم ریت انقدر این بالا پایین میشد و اسکرین تیرینگ اتفاق میفته، ولی حالا که سریز ایکس اومده دیگه خب به 60 نزدیکتر شده و این موضوع آنلاین فریم ریت حالا بد نیست اونقدر. You end up hitting GPU and CPU limits. The good news is that Series X is obviously a ton more powerful. خبر خوب اینه که سریز ایکس قوی تره و آره میتونیم برسونیم به 60 فریم. بله دیگه، خب دارید خودتون میبینید دیگه، تقریبا 60 فریمه. شما الان دارید یه پرش خیلی بزرگ توی بازدهیش میبینید، ولی وقتی گیم پلی رو شروع میکنیم یه سری چیزای اتفاقی جالب میفته. Spoil the smooth 60 frames per second graph line there. ولی وقتی توی مراحل وارد قسمت هایی میشیم که فولیج داره، یعنی گیاه ها وارد قضیه میشن، این فیزیک گیاه ها دارن اینا، اونجاست که یه فریم ریت افت میکنه روی سریز ایکس هم حتی. Series X, but it's clearly a huge step up over 1X. حتی در نهایت نسبت به 1X خیلی بهتره. The head-to-heads look good, but what about a bit more gameplay? It's still a huge improvement over the old consoles, but clearly the GPU load here is a bit too taxing for the Series X GPU to lock at 60. آه ببین، میخواد حالا بی‌طرفانه صحبت کنه، میخواد خیلی بکوبدش، ولی داره میگه که به هر حال در مقایسه با ایکس باکس وان ایکس خیلی بهتره، ولی باز هم این که هی افت میکنه و اینا نشون میده که خیلی داره فشار به جی پی یو میاره. قضیه الان اینجا سی پی یو هیچ کاره است، سی پی یو داره در بهترین حالتش کار میکنه، باتلنک الان جی پی یوه. حالا چی تو جی پی یو، چه بخشی از جی پی یو، فقط بحث قدرت پردازش نیست تو جی پی یو، چه بخشی از جی پی یو داره باتلنک میشه، محدودیت میشه.
Still, again, this area at least, 50 to 60 FPS, ginormous improvement over Xbox One X, and I can't wait to give this one a go on a variable refresh rate display. میگه هنوز هم بله، البته باید بگیم که پرشی که از 30 فریم داریم میرسیم به 54 حالا یا 60، یعنی زیر 50 نمیره، خیلی خوبه و هنوز من دوست دارم این بازی رو روی یه مانیتوری که قابلیت VRR داشته باشه، HDMI 2.1 و این چیزا داشته باشه تجربه کنم و ببینم آیا اونجا این قضیه VRR وارد میشه و این کوچولو فریم ریت ها که یک کوچولو افت میکنن از بین میبره برام یا نه. Even as is, the boost over Xbox One X, simply tremendous. So, I've been talking a lot about transformative experiences in this video and I'm going to end this section with one more. So, up until now, I've been looking at Xbox One X titles as the basis for getting a grip on just... خب میگه حالا تا اینجا تفاوت هایی که ایجاد میکنه رو تا اینجا دیدیم چه بازی‌ها رو بهتر می‌کنه اینا و حالا می‌خوام فقط داشتم رو ایکس‌باکس وان ایکس مقایسه می‌کردم، حالا ببینیم در ادامه می‌خواد با چه چیز دیگه مقایسه کنه. How much raw power is available to users in backwards compatibility titles. But remember that Xbox One, Xbox 360 and even OG Xbox games are supported too. میگه ولی خب فراموش نکنید که جدای از بازی‌هایی که رو ایکس‌باکس وان ایکسن یه سری بازی هم بودن روی ایکس باکس 1 و 360 اینا، اونا چه تأثیری میذاره روشون؟ In the case of 360 and OG, unfortunately not many are available in the preview program I'm participating in right now. But there's one example that really excited me. میگه خب توی این بخش بازی قدیمی ترشون که مثلا روی 360 و اینا بوده خیلی بازی زیادی نیست، ولی یکی هست که خیلی دوست دارم بهتونشون بدم و اون بازی عشق من GTA 4 VI عشقم، بهترین GTA تاریخه. Running under Xbox 360 virtualization on Xbox Series X. So we've talked a lot in the past about how great Microsoft's technology is here. میگه خب ما در گذشته صحبت کرده بودیم که مثلا Xbox One X چقدر عالی تونسته بود اون بازی که رو Xbox 360 داشته رو 33 فریم اجرا می‌شد رو برسونه به 56 فریم، ولی بازم افت داشته. ببین هی اینجوری بوده. خب در حالی که روی Xbox Series X تقریبا یه خط سبز ثابته. And how the compatibility team are able to outperform original 360 hardware on Xbox One and Xbox One X. Producing an improved experience. آره ببین خیلی افتراه. ببین اون ور رفت رو 34، هنوز اون رو 60 قفله. ببین یه دفعه اینجا آبی خط رفت با این، ولی اون رو 60 مونده. خیلی یک فقط شده. من یکی بازی که تو امتحان بازی میگم بکوارد بخوام بازی کنم اینه. خیلی خوبه این. من عاشق این بازی هم. But GTA 4 is a game where I don't think Xbox One X works particularly well. This is a title with an unlocked frame rate, but it operates in a kind of 20 to 40 FPS range on Xbox 360. Meanwhile, on Xbox One X, it has tons of GPU power to propel the game to full fat 60 FPS, but it doesn't have the CPU throughput to match. آره از رو 360 35 فریم اونجور چیزا بود، بعد رو One X که اومد با این که قدرت وانش از بعد پردازش گرافیکی خیلی خیلی بالاتر از 360 بود، ولی به سی پی یوش محدود بود، چون وان اکس سی پی یوش جگوار بود، همون چیزی بود که رو وان اس بود و مشکی اصلیه. برای من این چیزایی که می‌بینید افت فریم هایی که تو اون ایکس باکس یه دفعه افت فریم می‌کنه از اون قسمتی که باتل نک سی پی یو اتفاق میفته، محدودیت سی پی یو ایجاد میشه. There's also some V-Sync buffering weirdness going on, which means that in some cases GTA 4 on One X can momentarily perform worse than Xbox 360. میگه یه سری مشکلاتی هم تو V-Sync که وجود داشته که بعضی وقتا اصلا شاید پرفورمنسش رو Xbox One X حتی از 360 هم بیاد پایین‌تر. I mean, you're looking at the three-way now and you can see that thanks to the Zen 2 cores and Series X, this game now runs optimally to the point where tries I cannot make it run at less than 60 frames per second. تصاویری که دارید می‌بینید نشون میده که الان Xbox Series X هر چقدر زور میزنم که فریمش افت پیدا کنه افت پیدا نمیکنه، در حالی که اون بر ثبات نره و هی داره افت میکنه همون بازی. و خب زن 2 که توی اون، یعنی اون سی پی یو زن 2 و اون جی پی یو آر دی ان ای 2 قشنگ داره قورتش میده. ولی خب اینو توجه کنید، این بازی مال بیش از 10 سال پیشه، مال 11 سال، مال سال 2009 نمیدونم کی بود این اومد، 2009 بود 2008 بود این چیزا اومد، خیلی قدیمیه. نه اینکه بازی بدیه، من بهترین جی تی ای که اونم بازی کردم این بوده، ولی خب اوکی داره بهتر از ایکس باکس انجامش میده، ولی اینجوری نگید که حالا بو این چی شده، خیلی قدیمیه این بازی، باید اینجوری باشه. یعنی اگه مثلا الان اون 60 یه کوچولو هم بیاد پایین
ایراد بزرگی محسوب میشه. Believe me, I've put the effort in here. اون Xbox One X اصلا من چه اتفاقی داره میفته؟ میگم اون CPUش مشکل داشته. 36 یا خدا. It's a lock and it's glorious. I'll say it again, transformative. On Series X it also runs with HDR as well, believe it or not. میگه transformative یعنی کاملا از این رو به اون روش میکنه بازی رو و علاوه بر اینا یه قابلیت HDR هم اوتو HDRش میکنه. اون موقع اصلا موقعی که این بازی اومد HDR وجود نداشت. HDR همش اضافه میکنه. حالا اینکه چه نتیجه میده HDRش خدا میدونه. Thanks to the auto HDR technology auto HDR built into the new consoles. Most but not all titles will utilize it. دیگه بیشتر بازی‌ها از اون ویژگی اوتو HDR هم استفاده میکنن ولی نه همشون. Microsoft disables it where they feel that AI algorithms don't produce a pleasing result. میگه خود مایکروسافت بازی‌ها رو بررسی میکنه، میبینه اونایی که هوش مصنوعی که داره این کار انجام میده و HDR اضافه میکنه بازی‌ها نمیتونه درست تشخیص بده که چجوری این HDR چیه. HDR یه تکنولوژی که وام داره کنتراست رنگ‌ها و رنگ‌ها رو زنده‌تر میکنه، اما برای تلویزیونی که HDR داشته باشه، نه تلویزیونای هر چیزی بندازی روش HDR بشه. شما یه تلویزیون معمولی رو بس کنی بهش HDR نمیشه. اگر تلویزیونتون نشه HDR بله اون قابلیت روش فعال میشه اگه خودتون تو منوش بکنید انتخاب کنید و رنگ ها خیلی بهتر و باز توپتر میشه. برای بازی نسل بعدم فکر کنم همه بازی تقریبا دیگه HDR دارن دیگه. But yeah, it is active on GTA 4. حالا خب اینجا فعاله و خوب شده. To the intro of the Ballad of Gay Tony expansion because it really highlights how the experience really is not great on Xbox One X. میگم مثلا الان میخوام ببینم اول این اکسپنشن Ballad of Gay Tony همون آخرین اکسپنشنی که برای GTA VI اومد بریم اونو ببینیم که این نشون میده اینجا که حتی روی Xbox One X هم ویژگی چیزی نبوده، یعنی تجربه لذت بخش نبوده. It's just way too variable. Xbox Series X though, it's as smooth as butter. And Xbox Series X is مثل کره است. Really interesting. این ثابت سبز داره میره جلو. Hammers both Xbox 360 and Xbox One X really hard. الان فکر کنم خدایش هر الان مثلا این اونجا رفت 59 این خیلی بده. کوچولوه ولی باز نباید اصلا بشه. ولی فکر کنم رو هر الان با پی سی که فکر کنم 1060 Ti هم روش باشه بتونید اون بازی رو روی 60 فریم فول بازیش کنید. While the Xbox Series X, the new console, it just powers on through. So I've been focusing primarily on performance, but let's not forget that One and One X titles using dynamic resolution scaling should basically lock to their upper bounds in most cases. Titles with 30fps caps that can't maintain 30fps for whatever reason should now do so, but yeah, the magic really is in those games where frame rate is uncapped or where you can remove the limit. And that's why I really hope to see the compatibility team emphasize the double FPS feature that's being discussed, deploying it on Xbox One and 360 titles. میگه حالا خیلی نکات مختلفی گفت که خلاصش این بود که آقا من خیلی دوست دارم این بازی‌ها رو ببینم که یعنی تیم به بکورد کامپتیبیلیتی اکسپورت کنن رو بازی‌های کار کنن که فریم ریتشون آنلاکت بوده و حالا بیان یه پچ بدن که از همین آنلاک بودن فریم ریت بدون اینکه نیاز باشه اون سازنده اصلی اون بازی وارد قضیه بشه اینا بیان از این بازیایی که آنلاکتن استفاده کنن. مثلا همین جی تی ام فکر کنم آنلاکت بوده، آنلاکت بوده یا نه گفت نسخه های ایکس باکس وان ایکس و ایناش آنلاکت بوده ولی فکر کنم این سریز ایکسش آنلاکت یعنی رسونده بود 60 دیگه نهایت 60 بوده آنلاکت آنلاکت. من مثلا فکر کنم همین چیزه این توم ریدر رو میگه آنلاکت، میگه بیان روی اینا تمرکز کنن و بازی ها رو حتی برسونن به 120 فریم اون چیزا. Going back to Rise of the Tomb Raider, still looks incredible. It's certainly nice to see 4K 30 and 1080p 60 modes actually run to their designed limits. But my guess is that Xbox Series X could deliver 4K 60 easily enough. مثلا همین بازی مثلا همین Tomb Raider, Rise of Tomb Raider خیلی راحت با یه پچی میتونید چیزش کنید که از فول قدرت سریز ایکس استفاده کنه و برسونتش به 4K 60 فریم. این بازی نیست که به خاطر اون محدودیتایی که خود سازنده ها گذاشتن مثلا فقط 1080p 60 فریم باشه و 4K 30 فریم، میتونه 4K و 60 فریم هم برسه. One more thing. یه چیز دیگه هم هست. SSD. قدرت SSD خیلی هم بزرگی قدرتش. لودینگ تایم ها رو بیاره پایین تر. Really و اون ویژگی کویک رزومه که من دارم خیلی ازش لذت میبرم. من اصلا ازش لذت نمیبرم. I'm all in on. یکی پلی استیشنه.
دکمه ضرب در پلی استیشن ضرب در ایکس باکس ها سو کالد اینستنت لودینگ دتس بین دیسکرایبد فور دی لازمون نگو تا خودت چی شد الان ضرب در پلی استیشن چیکار می‌کنه ضرب در ایکس باکس میشه مربع پلی استیشن خب حالا پرش بین بازی‌ها نکست جن کنسولز بات داز دت مین ان اند تو اینتروداکتوری لوگوز اند سینماتیکس اند وات نات ایم نات شور بات ایم ویلینگ تو بت ایت دازنت میگه من این ادعایی که در حالت با لود آنی و اینجور چیزا میشه رو خیلی دوست دارم و خیلی دوست دارم اون اتفاق بیفته ولی یه جورایی شرط میدم که شاید اونطوری نباشه و همین چیزی که داریم از این کویک ریزوم میبینیم خیلی واقعی تر باشه یعنی اینکه مثلا نمیدونم 17 ثانیه طول بکشه از دو تا بازی بپریم داره مثلا میگه پلی‌استیشن چیز میکنه پلی‌استیشن ادعا میکنه که آقا من لودینگ رو تموم کردم صفر فقط تق تق میزنه میری داخل اوکی میگه من دوست دارم اونجوری باشه واقعا ولی شرط بدم شاید اینجوری برای همه چیز اتفاق نیفته. However, quick resume essentially works like save states on emulators, dumping off system RAM to SSD, then reloading it when you return to the title via the front end. میگه ولی خب فرق quick resume با این قضیه لودینگ سریعی که تو SSD بخواد اتفاق بیفته اینه که مثلا تو داری بازی رو بازی می‌کنی، dumping میگه dumping the RAM یعنی اون اطلاعاتی که تو رم بوده و داشته حالا مثلا CPU GPU پردازشش میکردن و همونو دامپ میکنه یه کپی عروش میگیره میندازه توی SSD اونجا ذخیرهش میکنه اونجا میمونه مثل مثلا اونایی که شبیه ساز بازی کرده باشن میدن این شبیه سازه هست مال نینتندو اونجور چیز هست و مثلا اینجوری میزنی چند تا صحنه برمیگره عقب دقیقا این کارو با همین بازی نسل قبل میتونه انجام بده و اینا که چند تا صحنه قرار یه صحنه رو همون صحنه داریم میبینیم اون چیزی که تو رمه داره پردازش میشه رو استاپ میکنه دقیقاً ورم داره همون استاپ شده رو با سرعت انتقالش میده به SSD که سریعه ببین دیگه به هارد درایوی که سرعتش 100 مگابایت در ثانیه نیست به SSD داره انتقال میده که سرعتش رو ایکس باکس 390 نمیدونم 300 گیگابایت در ثانیه است فکر کنم اونور رو پلی استیشن 5 تا 9 گیگابایت در ثانیه است اوکی نه 300 نه 3 گیگابایت در ثانیه است اینور روی Xbox Series X و Series S روی PlayStation 5 تا 9 برای این و حالا فشرده سازی بشه روشون سرعتاشون بیشتر میشه و داریم مثال میزنه اونایی که امولیتور بازی کردن میدونن مثلا اینجوری بازی رو اینجوری روی نینتندو سویچ هست اینجوری میزنی استاپش میکنه همون صحنه رو بعد که برمیگردی بهش هیچ لودینگ اتفاق نمیفته همون صحنه رو از همون جایی که بود ادامه میدی میگه اینم اون کارو میکنه برای همین هم است که اونم بحث بود که علت اینکه ایکس باکس سریز ایکس و اینا اون 1 ترابایت نیست و میاد 198 گیگش رو کم میکنه اینه که 198 گیگ رو ذخیره میکنه نگه میداره که شما اگه بازی رو استاپ کردین اون بخشی که استاپ شد حالا بسته به حجمی که داره بره توی اون چیزه بره توی اون رم توی SSD ذخیره بشه و بلافاصله شما وقتی میخواییم برگردین مثلا 17 ثانیه طول میکشه که از تو رم اون چیزی که ذخیره از توی SSD اون چیزی که ذخیره کرده رو برگردن تو رم و شروع کنه به ادامه محاسباتش اوکی The game just thinks that you've paused the title you can dive right back in exactly where you left off میگه و بازی فکر میکنه که شما بازی رو فقط استاپش کردین اوکی در حالی که شما استاپ نکردین بازی همون قسمت حالت استاپ شده رو دام پیش کردین توی SSD ادا تو SSD کپیش کردین گوشینش توی برگردون و ادامه میدید pretty awesome so I've been running که بستگی داره باز به چی به اینکه چه بازی رو داره چیز میکنی همه چیز ثابت نیست برای همین میگم مثلا GTA IV که مال Xbox 360 قطعا سریعتر از Call of Duty Modern Warfare که برای این نسل ساخته شده اون حجم دامپی که از توی رم میره توی SSD خیلی بیشتره نسبت به این مثلا این 10 ثانیه طول کشید funny thing here I actually saw times in the region of about 6.5 seconds when I was at Microsoft back in March on the unit that I have here it is considerably longer so not میگه بعد نکته که برای من عجیبه اینه که اون بار که توی برای اولین بار رفتم ایکس باکس سریز ایکس رو به اون نشون رونمایی کردم و کویک ریزوم رو به اون نشون دادن اونجا تقریبا 6 ثانیه طول میکشید تقریبا بین 6 ثانیه تا 10 ثانیه اینجور چیزا ولی اینجا خیلی زمانها طولانی تر و بیشتر شده quite as fast then but still definitely a very quick way میگه الان به سریع اون دوره نیست مثلا الان دیدی 11 ثانیه مثلا میگه اون بار که رفتیم توی خود مقر مایکروسافت بودیم مثلا 6 ثانیه بود در بدترین حالت راست میگه اون بار یادمه بین 6 تا 8 ثانیه بود مثلا اینجا الان رسیده به 10 و 15 و اینجور چیزا 17 و الان برای کال آف دیوتی 17 ثانیه بود quickly cycle between games that are stored in solid state storage cache ولی میگه برای این چیز خوبیه که ما میتونیم اینقدر سریع بین رم و کشی که روی SSD انجام میشه بپریم و بازی ها رو بپریم بینشون obviously using the SSD does mean that you're able to access faster loading times
بنابراین ولی خب مشخصه که استفاده از SSD ها توی این کنسول ها لودینگ ها رو هم سریع‌تر می‌کنه. Ballad of Gay Tony, A Fresh Start. 1 minute 5 seconds on Xbox 360. 55 seconds on Xbox One X isn't that much better. Xbox Series X does it in just 22 seconds. خب ببین گفت که تو ایکس باکس 360 یه دقیقه نمیدونم چقدر یه خورده طول میکشیده، روی ایکس باکس وان ایکس 50 ثانیه و اینجا 20 ثانیه توی ایکس باکس سریز ایکس. و مقایسه درست، یه نیو استار یعنی نیو گیم رو میزنیم و ببینیم چقدر طول میکشه تو هر سه. الان ببینیم ایکس باکس 360 هنوز داره میره، الان این پایینه بزنم کدومش این پایینه. And remember this is just the speed benefit of running from an NVMe SSD and the extra decompression power the CPU uses. But it's not using the low-level velocity architecture in the way that quick resume is. ولی میگه باز هم اینجا شما فقط دارید از چی استفاده میکنید؟ سرعت بیشتری که SSD داره. اینجا اون قابلیت هایی که معماری جدید Xbox داره اینجا هیچ کاربرد نداره. چه میدونم velocity architecture که میگه اینا برای بازی های کاربرد دارن که یعنی میخواد بگه آقا اینجوری داره مثلا میگه که فکر نکنید حالا قرار بازی های فقط بازی های پلی‌استیشن لود آنی داشته باشن. اگر بازی بر اساس این SSD ساخته بشه قطعا زمان لودینگش خیلی، اینا بازی ها بر اساس هارد درایو ساخته شده بودن، بنابراین نتیجهش اینه. اگه بازی بر اساس velocity architecture رو نمیدونم SSD ساخته بشه سرعتش خیلی بیشتر از این خواهد بود. Another interesting example, just loading up a saved game in Final Fantasy 15. This took my Xbox One X an eye-watering 63 seconds to get the job done, which is not great. میگه مثلا این یک سک از سیوام روی چیز Final Fantasy 15 روی Xbox One X 56 ثانیه طول کشید که آدم اشکش در میاد، ولی در حالی که اینور Final Fantasy 15 روی Xbox Series X 11 ثانیه لود شد. Xbox Series X carries out the same job in just under 12 seconds. Now is this a fluke, some kind of caching thing or something else favoring the SSD? I'm leaving one level here and loading in another, and the process takes around 57 seconds on Xbox One X, and the same process is achieved in just over 14 on Xbox Series X. So yes, the SSD, believe the hype. میگه کلا میگه دو سه بار امتحانش کرد، گفت که بله SSD تاثیر داره و هایپی دورش هست این قضیه SSD رو، باور کنید. بله باور کنید، باور کنید بازیهایی که بر اساس SSD ساخته بشن چیزهایی خواهند شد که ندیدید. برای همینه که اینقدر میگم SSD PlayStation 5 برای من خیلی خیلی هیجان انگیزه، میترکونه. اینم میترکونه، نترسید. اینم بعد اون ولی خب سریعتر از اینه، اون بیشتر میترکونه برای اون سریعتر از اینه. این بازی ها رو کار ندارم مثلا 4 اصلا بازی که بر اساس هنوز اکسپوکس هیچ بازی نگفت که بر اساس SSD و نسل بعد اینا باشه. به قولانه که میگم این هیلو اینفینیت هم بر اساس همین نسل ساخته شده، بر اساس هارد درایو ساخته شده و فقط همین تاثیر لودینگاش همین جوریه، یعنی دقیقاً فقط یه مقدار مثلا ثانیه‌اش کمتر میشه. ولی مثلا ما اونجا توی پلی استیشن داریم دیمن سولز رو میبینیم که بر اساس SSD ساخته شده و میپکونه اصلا، میره زرید دو 1.8 ثانیه اصلا تو نمیفهمی لودینگ شد، داره بازی اتفاق میبینه جلو فقط. Of course, the one caveat here is that in these tests I'm running the backcompat titles from the internal SSD when it may make more sense to save that storage for your actual next gen games, and those titles they can only run from that SSD. There are no other options. میگه خب البته من الان دارم بازی قدیمی رو روی این SSD میکنم، در حالی که شاید عاقلانه تر این باشه که فقط بازی های نسل بعد روی SSD داشته باشین که چیز شه، که چون بازی های نسل بعد فقط با SSD اجرا میشن، اما بازی های نسل قبل هم میتونن از رو هارد درایو اجرا بشن ولی خب با همون لودینگ های قدیمیشون. و اگه بازیش روی SSD بله با سرعت همین سرعت بیشتر اجرا میشه. یعنی داره میگه که اینجوری هم فکر نکنید که حالا میتونید چیز کنید همه بازی ها رو روی SSD داشته باشین. SSD گرونه و فقط اگه روی SSD باشه این اتفاق میفته، اگه روی SSD نباشه لودینگش هم 56 ثانیه میمونه و تغییر ایجاد نمیشه. Unless you buy that plug-in external مگر اینکه اضافه بخرید و فضای بیشتری داشته باشین. So I'm intrigued to see if a standard SATA SSD will be a good halfway house between a mechanical drive and the internal NVMe. بفهم. این دقیقاً همون چیزی که من بارها توی پادکستام گفتم و یه جماعتی نمیخوان متوجهش بشن. همون چیزی گفتم، استفاده از SSD های بیرونی، SSD های اینجوری با یه دونه تبدیل میزنی بهش، نه که حتما SSD external تبدیل میزنی بهش و بس میگی. من خیلی دوست دارم ببینم که توی یه برنامه دیگه میخواد توضیح بده این قضیه رو که اگر حالا به جای اینکه
انتقال بدیم از روی هارد درایو روی SSD، به جاش بیم چیز کنیم یه دونه SSD USB بس کنیم به این چیزه، به این ایکس باکسه. درسته سرعتش به NVMe نمیرسه، ولی باز داره بازیه که مثلا مال فاینال فانتزیه داره روی از روی SSD خونده میشه. اصلا انتقالش هم نمیخواه بدین روی چیز، روی SSD NVMe 2 که مال مخصوص خود بازی نسل بعدیه. این کنسول قابلیت اینو داره که از SSD بیشترین بهره رو ببره. GPU CPUش قوی ترن نسبت به GPU CPU Xbox One X، به همون One X و اینا هم، به حتی به پلی‌استیشن هم شما میتونید SSD بس کنید، ولی در نهایت اونجور تأثیر زیادی نداره. ولی خب این کنسولای جدیدا چون که بر اساس SSD ساخته شدن، اگر حتی بازی رو SSD معمولی هم اجرا کنید از روش، باز سرعتش خیلی بیشتر میشه. و حالا نمیگه اینجا، فکر کنم بعدا میگه توی برنامه جداگانه‌ای این قضیه رو نشون میده. SSD something I'm looking forward to testing on another day. بله، یه روز دیگه این بررسی رو انجام میدم. That's where I am with backwards compatibility. خب این هم نظرات من درباره backward compatibility Xbox Series X. و خیلی هیجان دارم. System performance is clearly tremendous. و این بوستی که اتفاق میفته توی اجرای بازی‌ها بسیار بزرگه. And I'm liking Microsoft's commitment to the Xbox library and putting so much resource into producing results like the ones that you've seen today. و خیلی اینکه مایکروسافت روی بازی‌های قدیمیشون، روی اون لایبرری که چه می‌دونم کتابخونه بازی‌های قدیمیشون هنوز چیزن پشتیبانی می‌کنن از اون، خیلی از این حرکتشون خوشم میاد، ولی من به شخصه از این حرکتشون که فقط روی این دارن چیز می‌کنن خوشم نمیاد. برو ببین. I'll just stress it one more time though. I've carefully selected titles where I knew there would be profound improvements. The aim being to see just how much extra performance you get from Xbox Series X under backwards compatibility. میگه ولی خب این نکته رو باید بگم که این بازی هایی که من نشون دادم و میدونستم بازی هایی هستن که قطعا تأثیرشون زیاد خواهد بود. به این معنا نیست که همه بازی ها قرار بهتر بهتر اجرا بشن. شاید اصلا بعضی از بازی هیچ تأثیر روش نشته باشه، بعضی از بازی شاید اصلا نمیدونم، حالا نگو بدتر بزنم. There's further horsepower I suspect open to developers developing native games for Series X. حالا خب جدا از بحث این بازی ها، الان یه قدرت بیشتری وجود داریم که بازی های نیتیو برای این بسازن، یعنی بازی های مخصوص این بسازن. اون موقع است که اوج قدرت اینا معلوم میشه. دقیقا همینه و بحث من هم همیشه انتقادم به اینا بوده که هیچ بازی نیست که اوج قدرت اینا نشون بده. اوکی؟ اینکه یه سری بازی فقط برای این ساخته میشن به این معنا نیست که یه سری بازی اوج قدرت اینا دارن، اونا دارن اوجش نشون میدن. من وقتی دیمن سولز رو میبینم روی پلی‌استیشن 5، قشنگ دارم تمام حرفایی که توی 7 ماه گذشته شنیدم رو میبینم، ری تریسینگ رو دارم میبینم، دارم اس اس دی که توی تاثیر تو نوع طراحی مراحل دیمن سولز گذشته رو دارم میبینم، چه میدونم حالا ویژگی‌هایی که دسته پلی‌استیشن 5 دارم میبینم. اوکی، نمیخوام اینجا بگم این چرا اینجوری ها، نه دارم نظر خودمو میگم، دارم میگم آقا من چون دارم اونا رو میبینم اون خیلی به عنوان گیمر برای من خفن تره تا اینکه اوکی بازی رو داره بهتر اجرا میکنه، خیلی چیز خوبیه، ایول. ولی اینکه تمام تمرکزت روی یه چیز باشه، اینکه آره آقا ما یه گیم پس داریم که این بازی قدیمی روشه که شما میتونید این بازی رو قدیمی رو ارزون تر بخرید و حالا دو سه تا بازی نسل بعدم که مثلا مدیوم و اسکورن اینا روش گذاشتیم، اون چیزی بعد هیلو رو انفجاری میساختن میذاشتنش هم رو گیم پس، از همه اس اس دی اینا هم استفاده میکنن که اون موقع ایول این قوی ترین کنسول تاریخه. بفرما نشون داره میده. Now I think we found the limit of the GPU under backwards compatibility as high as it is, but the CPU, well somehow we need to find an Xbox One game with an unlocked frame rate that can really tank performance hard to get any idea of where that limit might be. خب میگه ما اینجا توی این بررسیامون تونستیم بفهمیم که محدودیت های GPU یا پردازنده گرافیک سریز X تو بخش backward compatibility چه چیزایی هستن. گفت مثلا بندویتش به حال اون سرعت انتقال داداش به حال 3 برابر نشده، یکم از نسل قبل بیشتر شده، اینا به حال اینا محدودیتایی که بکورد میاره، یا اینکه تفاوت بین آرکیتکچرها یا معماریها به هر حال بکورد کامپتیبیلیتی طبق چیزی که خودش گفت، مایکروسافت هم تایید کرده که از تمام اون پتانسیل آرکیتکچر RDNA 2 استفاده نمیکنه و بیشتر شبیه سازی میکنه همون آرکیتکچری که رو کنسولایی که اون بازیهای قدیمی براش ساخته شده بودن رو شبیه سازی میکنه. اما حالا بعد بریم ببینیم چه بازی پیدا کنیم روی Xbox One که فریم ریتش آنلاکت باشه، یعنی جی پی یو تا جایی که میتونه فریم ریت رو بچسبونه به سقف، اوکی، یعنی از 60 نمت بالاتر بره، تا جایی که میتونه فریم ریت رو برسونه بالا، بعد اون بعد چیز کنیم دیگه، یعنی جی پی یو به نهایت قدرتش رسیده، حالا ببینیم سی پی یو چیه. تا الان تنها بازی که مثلا سی پی یو محور خیلی همین هیتمنه بوده دیگه. And even then I doubt it would be fully conclusive.
Right now, though, I think we've got at least two times the GPU power, limited perhaps a touch in some scenarios by memory bandwidth, combined with essentially a bottomless pit of CPU resources that in the here and now I simply can't find the measure of. بنابراین این نتیجه میگیریم که در حال حاضر میتونیم بفهمیم که GPU یا پردازنده گرافیکیش دو برابر شده، همون چیزی که خودشون گفتن از 6 ترافلوپس پرده 12 ترافلوپس، و تو بعضی از بخش‌ها مثل مموری بندویت یعنی اون سرعت انتقال داده محدودیت‌هایی داره و یه چه میدونم یه سوراخ بزرگ بی انتهایی تقریبا از سی پی یو داریم که در حال حاضر نمیتونیم بررسیش کنیم توی هیچ بازی، چون هیچ بازی وجود نداره که بتونه اون سی پی یو رو برسونه به باتل نکش، به محدودیتش، که بتونیم بفهمیم آقا سی پی یو داره زور میزنه دیگه. الان هیچ بازی وجود نداره. شاید مثلا سایبرپانک اگه بیاد بتونن اونم بررسیش کنن. The fact that Microsoft is talking about 4 times resolution multipliers and double frame rates says to me that they know they have something special here in hardware terms. میگه ولی این حقیقت که مایکروسافت میگه ما هم یه قابلیت داریم که بعضی از این بازی‌ها رو پچ بدیم براشون 4 برابر کنیم رزولوشنشون رو، یعنی از 1080p برسونیمش به 4K و فریم ریتش رو 2 برابر کنیم، یعنی از 60 فریم مثلا بکنیمش 120 فریم، از 30 فریم بکنیمش 60 فریم، همون کاری که مثلا با گیرز کردن. And want to tap into that. And I really want to see what the compatibility team comes up with. من واقعا دوست دارم ببینم که این تیم کامپتیبیلیتیشون که کار بکوارد رو انجام میدن دقیقاً چه راه حلی پیدا میکنن. Meanwhile, auto HDR. I've not tested this in depth, but I'm obviously intrigued. میگه ولی خب در کل این HDR اوتو HDRش هم هنوز بررسی نکردم که ببینم چقدر بازدهیش خوبه و چقدر تصاویر خوبی تولید میکنه، اما نظرمو جلب کرده، بد نبوده تا الان. But that's all for me right now. I really hope you enjoyed the content and if you did, that's what the like button is for. لذت برید، برید لایک بزنید و برید دیجیتال فرهنگی این ویدیو اینا رو هم لایک بزنید، به خاطر اینکه انقدر به ما اطلاعات خوب میدن و واقعا برای یک کسی مثل من که بزرگ شدم با این صنعت گیم، اوکی، یه زمانی بود که اصلا این چیزها رو ما اصلا نمیفهمیدیم و من تمام اطلاعاتی که تقریبا دارم از دیجیتال فرهنگی و دو سه تا دیگه آدمای مثل اینا هستن که انقدر اطلاعات خوب و میذارن در اختیار ما و به ما کمک میکنن که بفهمیم این چیزی که داریم بازی میکنیم چه جوری داره اجرا میشه، چی کار داره میکنه، و اینجوری خیلی کمک میکنه به وقتی این چیزها رو بدون آدم فرق بین بازی خوب و بد رو هم تشخیص میده. یعنی یه بازی که فشله، یه بازی که میبینی هم کیلویی فقط یه گرافیک ظاهری با یه مشت بازتاب مسخره رو کرده، و از اون طرف یه چیزی مثل کنترل رو میبینی که اصلا مخ منو سود کشته این روزا که دارم بازی میکنم که چقدر از بعد تکنولوژی گرافیکی و جزئیات بالاست. مرسی ازشون، به ویدیوشون رو لایک کنید حتما. به حال دیگه چیزش با ایناست، من فقط مدام صحبت کردم روش و تحلیلش کردم تا حدودی و اون چیزایی که خودم میدونستم براتون ساده‌ترش گفتم. اون دارم لذت برده باشید. اگه لذت بردید ویدیو منم لایک کنید و اگه تا الان صفحه همین گیم شو رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم بلافاصله ازش باخبر بشید. و حمایت مالی هم میتونید به ریمی تمرین گیم شو لینکش توضیحات سر بزنید و هر چقدر که دوست دارید از برنامه حمایت کنید. دم همه اونایی که انقدر خفن تو یکی دو هفته گذشته از برنامه حمایت کردن گرم، واقعا اصلا جا خوردم اینقدر کارتون درسته و اینقدر انرژی بهم دادین که بشینم اینجور ویدیوها رو یه بار خودم نگاش کنم. در اون دو بار نگاش کردم و الان بار سوم با همدیگه نگاش کردیم که میخوام دقیق بشینیم با همدیگه اینجور چیزا. میخوام گیمرای ایرانی اینجوری نباشه که محدود باشن به فقط زبون فارسی. من میخوام اطلاعات رو از منبعش تحویل بگیرید. مرسی که با من بودین. تا قسمت بعدی و یه چیز دیگه از امیر گیم شو، خدافظ.